درود و سلام بر آقای دکتر درنگیزان عزیز. سلام عرض می کنم محضر حضرت عالی آقای دکتر فتاحی، آرزوی سلامتی برای شما و همه عزیزانی که تو این لایف تشریف دارن. قربان شما. شما خوب هستید آقای دکتر؟ خدا رو شکر سلامت باشین الحمدلله. حسابی زیر گرد و غباریم، فکر کنم کرمانشاه وضعیت بدتر باشه. بله همینطوره، کرمانشاه شرایط شدیدتر و وخیم تره. درسته، امیدوارم اوضاع رو به بهبود بره در آینده. انشاءالله. قربان شما. آقای دکتر اگر اجازه بدید که برنامه رو به صورت رسمی شروع کنیم. در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود و سلام میفرستم بر همه دوستان عزیزی که از طریق صفحه ایران پایدار یا از طریق صفحه آقای دکتر دلنگیزان برنامه امشب رو میبینن. دوستانی که از همراهان قدیمی مجموعه ایران پایدار هستند در جریان هستند که بعد از فروردین ماه بخشی رو تحت عنوان مسئله شناسی پایداری ایران در مجموعه ایران پایدار راه اندازی شد در کنار بخش های دیگه که در اون در حقیقت 4 بخش زیر مجموعه داره: مسئله شناسی پایداری محیط زیستی ایران، مسئله شناسی پایداری اقتصادی ایران، مسئله شناسی پایداری اجتماعی ایران و مسئله شناسی پایداری سیاسی ایران. تا امروز در حقیقت در حوزه مسئله شناسی پایداری اجتماعی و مسئله شناسی پایداری محیط زیستی ایران برنامه هایی رو برگزار کردیم و در اون به موضوعات مختلفی پرداختیم. فقط یک نکته رو در ارتباط با این حوزه ها بگم، همینطور که امشب حتما آقای دکتر درنگیزان هم تاکید میکنن، تفکیک این حوزه ها از هم صرفا یک تفکیک نظریه، ولی در جهان واقعا همه این حوزه ها به هم پیوند داره و اقتصاد، جامعه، سیاست و محیط زیست یک پیوند کاملی و در هم تنیده با هم دارن. همونطور که امروز شرایط ایران رو از نظر پدیده گرد و غبار داریم نگاه میکنیم، این موضوع ابعاد و ریشه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برخورد مختلف ما با محیط زیست داره که همه اونها در کنار هم جمع شده و تبدیل شده به موضوعی که مثلا پدیده گرد و غبار در ایران یا موضوع برنامه امشب که تورم است. برنامه امشب اولین برنامه از سلسله برنامه های مسئله شناسی پایداری اقتصادی ایرانه و در اون سعی کردیم که در حقیقت به یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران که متاسفانه بیش از 5 دهه است با اون درگیره و نتونسته مسئله رو به صورت کامل حل بکنه بپردازیم، دانش خودمون رو در مورد اون عمیق‌تر بکنیم، اصولا مفهوم تورم رو بشناسیم و ببینیم واقعا چه ریشه ها و چه عواملی در جامعه ایران وجود داشته که نتونستیم موضوع تورم رو که در بسیاری از کشورهای جهان موضوعی تقریبا حل شده است حل بکنیم و همچنان شاهد نرخ تورم بسیار بالایی در اقتصاد ایران باشیم. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم و میریم خدمت آقای دکتر درنگیزان باشیم. آقای دکتر درنگیزان اگر صحبت مقدماتی با دوستان بیننده این برنامه هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ پرسش های برنامه و موضوع اصلی برنامه امشب. بعد مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این برنامه زنده حضور دارن. برای همه اونها آرزوی سلامتی دارم، مخصوصا تو این شرایط وخیمی که ریزگردها به وجود آوردن و شرایط وخیمتری که این قیمتهای بسیار سنگین مواد خوراکی به وجود آورده و میدونم الان در تمام خانواده ها هنگامی که میرن خرید کنن تنشهای جدی شکل میگیره که خب همین اینها به معنی تورم هست. موضوع اصلی که حضرت عالی از من خواستین روی اون فکر کنم و بحث رو آماده سازی بکنم موضوع تورم بود و کلمه مزمن با زره ای رو در حقیقت در نظر گرفته بودید که به معنی زمان بر بودن و طولانی مدت بودن اون هست. من موضوع رو بر اساس چارچوب های دیتا هایی که ممکن بود وجود داشته باشه دنبال کردم و از سال 1316 تا الان این رو به دوره های مختلفی تقسیم کردم. تقریبا 6 دوره قبل از انقلاب و 6 دوره بعد از انقلاب رو تقریبا از هم تفکیک کردم و امیدوارم که این زمانی که امروز خواهیم گذاشت که خب مطمئنا حدود 1 ساعتی احتمالا شما برنامه ریزی کرده باشید، حالا یکم بیشتر، شاید تا 1 ساعت و نیم یا 1 مقدارم بیشتر، بتوانم فقط این 6 دوره رو به صورت توضیحی توضیح بدم و دقیقا از هم تفکیک کنم و شرایط این 6 دوره رو باز کنم. مباحث بعدی
امیدوارم که برسم و به سوالات جدیتر بعدی که موضوعات در حقیقت چه بحثای علتیابی تورم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی هست بحث بکنیم و چه در مورد راهکارها که چه راهکارهایی احتمالاً می‌شود ارائه داد و به هر حال سایر موضوعات مرتبطی که تقریبا در همین چند مقوله می گنجن. امیدوارم که این موضوعات باشه. دوستانی که احتمالاً سوالات جدی دارن در این حوزه، من فقط خواهشم این هست که منو از اون سوالات محروم نکنن، یا توی دایرکت بر من بفرستن یا برای حضرت عالی بفرستن که شما برای من بفرستین، ولی به هر حال ما رو از اون سوالات محروم نکنن، چون اصلی ترین ابزار یک محقق سواله، هیچ چیز دیگری نیست. این سوالات شما هست که برای فردی مثل من راه گشاست و میتوانه جهت‌دهی به نحوه فکر کردن من داشته باشه. من این مقدمه کوتاه رو گفتم، اگر حضرت عالی میخواید به شیوه خاصی شروع بشود در اختیار حضرت عالی. خواهش میکنم، خیلی خیلی لطف دارید. من یه نکته رو عرض کنم، من بخش کامنت ها رو بستم که تصویرهای دکتر درنگیزان رو به صورت کامل داشته باشیم و تمرکز بیشتری هم داشته باشیم روی مطالب، اما دوستان همونطور که دکتر فرمودن میتونن در بخش پرسش ها پرسش های خودشون رو طرح بکنن. در قسمت پایانی برنامه که تقریبا 15 دقیقه پایانی برنامه است، پرسش ها رو حتما طرح میکنیم و برنامه امشب به نوعی تقریبا یک برنامه بازه. همونطور که قبلا با دکتر دلنگیزان هم صحبت میکردیم، ممکنه که ما امشب بتونیم این روندی رو که آقای دکتر فرمودند یه مروری داشته باشیم و اون وقت اگر بخوایم به ریشه های این وضعیت بپردازیم، احتمالاً ممکنه لازم باشه در برنامه های بعدی هم خدمت آقای دکتر برسیم. این رو موکول میکنیم به روند برنامه و حالا بعداً در هماهنگی با آقای دکتر اگر سعادتی بود مجدداً در خدمتشون هستیم که پرسش های بیشتر خودمون رو از ایشون بپرسیم. پس بنابراین دوستان لطف کنن پرسش ها رو در بخش کامنت ها طرح کنن و بپردازیم به موضوع اصلی برنامه. آقای دکتر، اگر با توجه به اینکه بخشی از مخاطبان مجموعه ایران پایدار از حوزه ها و رشته های مختلفی هستند و عموماً ممکنه تحصیلات لازم رو در حوزه اقتصاد نداشته باشن، اگر موافق باشید با خود مفهوم تورم شروع بکنیم. از نظر علمی و از نظر در حقیقت اقتصاددان ها وقتی که از تورم صحبت میکنن دقیقاً منظورشون چیه؟ چون به نظر میرسه که حتی در بعضی از مواقع سیاستمداران عالی رتبه هم تفکیکی رو بین تورم، افزایش قیمت ها و مباحث و مفاهیمی نزدیک به هم رو حتی در صحبت‌هاشون قائل نیستن و در واقع شروع بحث به نظرم میرسه شاید با صحبت شما و تعریفی که شما از منظر اقتصاد از مفهوم تورم دارید، به نظرم نقطه شروع خوبی باشه تا بریم بعد به وضعیت تورم در ایران بپردازیم و پرسش‌های بعدی. بله، خواهش می‌کنم. ببینید، نرخ تورم که به درصد بیان میشه یک نرخ عددی هست که نشان میدهد قیمت یک سبد مشخصه از کالاها و خدمات در طول دو دوره زمانی، مثلا یک سال، چقدر تغییر میکند. این سبد بر اساس معیارهای متفاوت رفاهی در هر کشوری تعیین میشه و لذا مثلا در کشور ایران این سبد نزدیک کمتر از 400 قلم کالا هستش، کالای مصرفی و خدمات مصرفی هستش که با هم در این سبد توسط خانواده در طول یک سال خریداری میشه و قیمت گذاری روی این سبد، قیمت این سبد، یعنی یک قیمت متوسطی ما برای این سبد در نظر میگیریم، حالا با یه شیوهی مثل میانگین وزنی که در نظر میگیریم با توجه به اون وزن هر قلم از کالا و خدمات که در داخل اون هست نسبت به کل درآمد خانواده یا کل هزینه خانواده، ما یه قیمت وزنی براش در نظر میگیریم، بهش میگیم شاخص قیمت. اون شاخص قیمت که در اطلاعات اقتصادی به CPI هم مشهور هست، شاید جایی شنیده باشند، یا شاخص قیمت مصرف کننده، در مورد مصرف کننده شهری برای نرخ تورم هم در نظرش میگیرن، نه برای مصرف کننده روستایی. هرچند همیشه در ایران نرخ تورم مصرف کننده روستایی بیشتر از شهری بوده، اما به هر حال شاخصهای قیمت برای مصرف کننده شهری حتی قبل از انقلاب در نظر گرفته میشد. این شاخص
به شیوه های مختلفی که محاسبه میشه نهایتاً به یه شاخص تبدیل میشه در طول زمان تغییر میکنه. یعنی بین یک سال شمسی از 29 مثلا از 1 فروردین 1400 تا 1 فروردین 1401 یا از 29 اسفند 1399 تا 29 اسفند 1400 این یک سال شمسی رو میبره. ما این رو محاسبه میکنیم که این شاخص در طول این یک سال چگونه تغییر کرده است و چه اندازه تغییر کرده. یک اختلافی بین ذهنیت‌های متفاوت وجود داره در محاسبه که در خیلی جاها دیده میشه این اختلاف و همه یه جورایی مشکوک بهش نگاه میکنن. ببینید آقای دکتر، وقتی که ما یک نقطه زمانی مثل 29 اسفند 1399 یک قیمت برای شاخص در نظر میگیریم، یعنی میریم محاسبه میکنیم در شهرها توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران با پرسشنامه سوال میشه، یه تعداد زیادی خانوار نمونه در کشور هستن که از اونها پرسش میشه و این اعداد رو مینویسیم، این شاخص مشخص میشه، یک سال بعد دقیقا در همون روز اون شاخص رو دوباره محاسبه میکنیم. خب پس ما دو تا عدد داریم که یک سال شمسی وسطشه، این رو بهش میگیم نقطه به نقطه، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه رو به صورت پرش از 29 اسفند 1399 به 29 اسفند 1400 یک تورم نقطه به نقطه رو محاسبه میکنیم. این رو بهش بگیم نرخ تورم نقطه به نقطه. این نرخ به علت اینکه یک نرخ پرشی هست، این نرخ خیلی عدد بزرگی دیده میشه، به قول آماردان ها اوور استیمیت خودش رو نشان میده و عدد بزرگی است. مثلا همین عدد برای اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت 1400 عددی بیشتر از 56.7%. این عدد خیلی بزرگ. اما واقعیتش اینه که اون سبد مصرفی که در سال 29 اسفند 1399 بوده، این هر روز قیمتش تغییر کرده، یعنی هر روز یک قلم از اون کالاها تغییری داشته و لذا این پرشی قیمتش عوض نشده بلکه متوسط حرکت کرده. برای اینی که این متوسط حرکت کرده، مثلا اگر ما هر ماه رو حساب کنیم و بعد متوسط ماهانه ها رو حساب کنیم با هم جمع کنیم، با نرخ پرشی متفاوت میشه. یا اینکه نه، بیایم ابتدای دوره و انتهای دوره رو با هم جمع کنیم، تقسیم بر دو کنیم، یه متوسطی برای وسط دوره در نظر بگیریم، بعد پرش رو تقسیم بر اون متوسط کنیم، این عدد عدد کوچیک‌تر میشه. همین محاسبات رو بر اساس چارچوب‌های ریاضی به صورت لوگاریتمی انجام میدن، یعنی میان لوگاریتم بر پایه نپر آخر دوره رو منهای لوگاریتم بر پایه نپر اول دوره میکنن، فاصله رو در عدد صد ضرب میکنن، نرخ تورم پیوسته محاسبه میشه. این نرخ تورم پیوسته کوچیک عددش، مثلا برای همونی که عرض کردم حدود 56% نرخ گسستشه، نرخ پیوستش 39.7%. پس ببینید فاصله میگیره و لذا به این میگیم under estimate، یعنی این کم تخمینه، اون یکی بیش تخمینه. البته هیچ توافقی بین آماردان ها و ریاضیدان ها نیست که یه متوسطی بین این دوتا بگیریم و لذا همواره هر دو رو گزارش میکنیم. منتها باید توجه کنیم که دولت ها هنگامی که میخوان گزارش نرخ تورم کنن، مخصوصا زمانی که نرخ تورم بزرگه، میان پیوسته رو گزارش میکنن که عدد کوچیکی رو اعلام کنن تا جریان هیجانی در جامعه ایجاد نکنن. مثلا الان شما هر جا نگاه کنی میگن نرخ تورم اردیبهشت 39.7% بوده، نمیگن 56% بوده. منتقدین دولت ها قاعدتا میرن اون نرخ گسسته رو حساب میکنن و اونو میگن آقا تو دروغ گفتی، این 56%، در حالی که هر دو درست میگن، یکیش گسسته است یکیش پیوسته، و پیوست هر دو تا گزارش اینه که نرخ تورم چی رو داری میگی، شما گسسته رو داری میگی یا پیوسته رو داری میگی، که بر اساس این چارچوب میگیم نکته. در گزارش هایی که بر اساس اون چارچوب های توزیعی رو توضیح میدیم، یعنی اینکه میخوایم نسبت به وضعیت رفاه خانواده ها صحبت بکنیم، مثلا نسبت به دستمزد یک خانواده میخوایم صحبت بکنیم، رفاهی دیگه، چون نرخ دستمزد در ابتدای هر سال تعیین میشه و تا سال آینده ثابته و دوباره ابتدای سال بعد تعیین میشه، یعنی رشد دستمزدها نقطه به نقطه و پرشیه، حتما در محاسبه نرخ تورم نرخ رشد دستمزد باید نرخ تورم گسسته محاسبه بشود.
اینا نکته های خیلی مهمیه که خب خیلی وقتا به علت عدم دانش کارشناسی کافی در تیم های مذاکره کننده میبینید که نماینده دولت میگه آقا نرخ تورم 39% بوده، چرا ما 56% برای تو بالا ببریم، در حالی که نرخ تورم گسسته برای دستمزد اتفاق میفته. اما در مورد افزایش نرخی که تولید کنندگان در مورد کالاهای خودشان میدن، نه، چون اونا همواره با یک افزایش قیمت دام در مواد اولیه و همه چیزهای دیگه مواجه هستن و فقط دستمزده که پرشی میکنه، بقیه عواملشان حرکت میکنه، اونا رو میتوانی با نرخ تورم پیوسته در نظر بگیریم. هرچند اگر تولید کنندگانی هم باشند که سهم دستمزد و سهم عناصر اجاره‌ای در ترازنامه اونها خیلی بزرگ باشه، برای افزایش قیمت‌های اونها هم باز باید چیکار کنیم؟ از نرخ تورم گسسته استفاده کنیم. اما برای اونایی که نه اجاره دارن و دستمزد هم کمتر، سهم بسیار کمی در تولیدات اونها داره، مثلا سرمایه سنگینی دارن، سیستم‌های اونها کلن بر اساس سیستم دستمزدی تعیین نمیشه، اونا رو میشود پیوسته در نظر گرفت. مثل که خیلی زیادی صحبت کردم، ببخشید. نه خیلی خواهش می‌کنم، توضیح خیلی خوب بود دکتر. با توجه به اینکه الان قراره در حقیقت روند تغییر نرخ تورم رو تا امروز یه نگاهی بهش داشته باشیم، دکتر اولین سالی که میتونیم بگیم که به عنوان یه سال پایه است و در اون اعداد و ارقامی رو داریم که بعد از اون میتونیم روند تغییر نرخ تورم در ایران رو رصد بکنیم، چه سالیه دکتر؟ 1313 اولین سالی است که وزارت، حالا اقتصاد نبوده، به هر حال هر چیزی، یکی از اون بخش‌ها، یعنی مثلا بانک ملی در اون زمان سعی کرده که یه برآوردی از سطح قیمت‌ها داشته باشه و در سال 1315 به بعد دیگه به صورت رسمی نرخ شاخص قیمت‌ها محاسبه و گزارش شده و بر اساس اون نرخ تورم محاسبه شده است. یعنی ما الان 1314 دیگه نرخ تورم داریم، 1315 16 داریم، ولی چون 15 مستحکم شده، دو سال آزمون و خطا کردن و سال 15 مستحکم شده و 16 دیگه از روی سال 1315 کارها انجام شده، محاسبات نرخ تورم 1316 به بعد دیگه تقریبا برای گزارش‌های تاریخی یا مستندات علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این دید میتوانیم بگیم که سال شروع سال 1316. منتها شما یک کلمه‌ای رو به کار بردید به نام سال پایه. سال پایه یه موضوع دیگری دارد. ببینید، ما دو مفهوم در سال پایه داریم. مفهوم اول از سال پایه، سالی است که ما مبنای محاسبات در حقیقت تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی میکنیم. ببین، تولید ناخالص داخلی یعنی تو مجموعه کالاها و خدمات تولید و مصرف شده نهایی در یک اقتصاد در یک سال که تولید ناخالص یک کشور رو مشخص میکنه، این هر سال میشود کالاهایی که اون سال تولید میشه به قیمت اون سال. پس وقتی ما محاسبه میکنیم، مقدار تولید هر کالا رو ضرب در قیمتش میکنیم، بعد اینا رو با هم جمع میکنیم، بعد از اون محاسبات و اون تغییرات و اون تعدیلای لازم، عددی که میدیم میگیم این شاخص تولید ناخالص داخلی امساله، بهش میگیم شاخص تولید ناخالص جاری یا اسمی. حالا وقتی که شما سال بعدم این رو محاسبه میکنید، دو تا تغییر درش اتفاق افتاده، هم مقدار تولید تغییر کرده، هم شاخص قیمت ها تغییر کرده. پس برای این که ما مشکل رو حل کنیم و ببینیم واقعا تولید چقدر تغییر کرده، مجبوریم شاخص قیمت ها رو ثابت نگه داریم و فقط مقدار تولید رو حرکت بدیم. اینجا مفهوم به نام سال پایه معنی پیدا میکنه و ما در این چارچوب میایم و مثلا برای یه دوره مشخص، مثلا 10-15 ساله، یک سالی که توی اون سال تقریبا میشود گفت که سبد اون کالا و خدمات اون سال سبدی است که هم با 5 سال قبل خودش هم با 5 سال بعد از خودش تقریبا سازگاره، اون سال رو سال پایه در نظر میگیریم و قیمت‌های اون سال رو در همه تولیدات قبل و بعد خودش ثابت در نظر میگیریم تا ببینیم واقعا رشد اقتصاد به صورت واقعی چقدر بوده است. اینو بهش میگیم قیمت سال پایه. این قیمت سال پایه حتما اون سال پایه‌ای نیست که در تورم هم مورد توجه قرار میگیره برای تعیین شاخص در حقیقت قیمت مصرف کننده. یه نکته اساسی. اما
در سبد مصرفی خانواده ما اینگونه نیست که سال 1316 سبدی که مصرف کرده خانواده با سبدی که سال 1357 مصرف کرده که یکی باشه. اصلا این سبد تغییر کرده، یا سبدی که سال 1380 مصرف کرده با سبدی که سال 1400 مصرف کرده یکی باشه. قطعا سال 1400 کالاها و خدمات بسیار متنوع و جدیدی در سبد هست که در سال 1380 60 40 20 و یا 1316 وجود نداشته است در سبد. به خاطر همین باز در هر دوره زمانی حدود 10 ساله، حدود 10 ساله، به شرط اینکه اون ترکیب سبد نشان دهنده وضعیت موجود 5 سال قبل و 5 سال بعد خانواده باشد، توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران کالا و خدماتش شناسایی میشه و در اون تثبیت میشه و هر 10 سال یک بار این سبد اصلاح میشه. لذا یه سالی رو به عنوان سال پایه تعیین سبد هم به این شیوه در نظر میگیرن. پس یه سال پایه تعیین سبد داریم، یه سال پایه تعیین تولید ناخالص داخلی اسمی به واقعی داریم که اینا با هم فرق میکنن، ولی اگر در تورم مد نظر شماست، الان مثلا سال 1395 سال منطقی است که ما به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، چون نه اینقدر از سال 1390 دور شده که خب سبد ما تغییر کرده و نه هنوز از سال 1400 در حقیقت اینقدر دوره. پس ولی به معنی که بریم تو دوره 1400 تا 1405 ما ناچاریم که در بین اون دوره رفته رفته نگاه ما رو برای تغییر سبد وارد کنیم و سبد جدیدی رو در نظر بگیریم که خب کالاهای جدیدی، کالاهایی مثل فرض کنید اینترنت، حجم اینترنت، صحبت من رو دارن. احتمالا صحبت من رو داشتین یا ضعیف شد؟ بله آقای دکتر، فکر میکنم نزدیک 30 ثانیه صحبتتون رو نداشتیم. اگر اون 30 ثانیه پایانی رو تکرار بفرمایید ممنون میشه. عرض بنده این بود که خب سال پایه تغییر میکنه در دو حالت، یکی خب بحث تولید ناخالص اسمی به واقعی بود و یکی هم بحث سبد مصرفی بود که خانواده ها قاعدتاً ترکیبش رو تغییر میدن در طول زمان، که برای وضعیت کنونی سال 1395 به نظر منطقی میاد که در محاسبات در نظر گرفته بشه. درست، سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر اگر بخوایم یه مروری داشته باشیم از 1316 تا امروز در زمینه تغییر نرخ تورم که فرمودید ظاهراً 6 دوره قبل از انقلاب هست و 6 دوره هم بعد از انقلاب، اگر امکان داشته باشه یه مروری داشته باشیم به تغییر وضعیت نرخ تورم توی این بازی زمانی، و البته خب همونطور که فرمودید هر چقدر به پایان این دوره نزدیک میشیم اهمیتش هم بیشتر میشه، چون با اون سبد مصرفی خانوار هم منطبق‌تر و نزدیک‌تر. من همینطور عرض کنم که ما اگر که بخوایم نرخ تورم رو در قبل از انقلاب نگاه کنیم، با توجه به دور بودن سالهای قبل از انقلاب، من فقط نرخ تورم رو بحث میکنم برای اون دوره و ما بقیه مباحث رو بدون عدد راجع به سایر عناصر صحبت میکنم، اون تا توضیحاتی که لازم هست رو احتمالا میدم. با عرض پوزش از روی دوربین در حقیقت موبایل من مجبورم به صفحه کامپیوتر نگاه کنم که یه مقداری زاویه چشمام عوض میشه. از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم، دوستانی که در لایف هستن. ببینید در اولین دوره ای که برای قبل از انقلاب من در نظر گرفتم برای بررسی، 5 سال آخر در حقیقت حکومت رضا شاه پهلوی بوده. این 5 سال رو از سال 1316 تا سال 1319 در نظر گرفتم، چون سال 1320 سالی است که خب به هر حال دیگه اشغال ایران صورت میگیره و رضا شاه از سلطنت خلع میشه و تبعید میشه. توی دوره 1316 تا 1319 که 4 سال هست، ولی خب حالا به نوعی میشه 5 سال 20 هم بهش اضافه کرد 5 گفت. ببین در دوره 1316 تا 19 نوسان زیادی در اقتصاد جهان بوده، تحرک‌های آلمان رو ما می‌بینیم برای جنگ جهانی دوم، وضعیت ایران رو در بعد از اون دوره صنعتی شدن زیرساخت‌های اصلی مثل بنادر، مثل به هر حال حوزه‌های راه آهن، راه و اینجور
مباحث رو داریم و تغییراتی در زیرساخت‌های نرم مثل ثبت احوال، ثبت املاک، بسیاری از حوزه‌های زیرساخت‌های نرم رو که داریم، این نوسان‌هایی رو در سیستم اقتصادی به وجود میاره. اقتصاد کشوری که داره به سمت در حقیقت تغییر و رفرم حرکت می‌کنه، ما در سال 1316 نرخ تورم حدود 21% رو داریم، 17.8%، 18.8% و 19.13.8%. متوسط این دوره 13% هست و همه میدونیم که سال شروع جنگ جهانی دوم 1318 شمسی ما هست که اتفاق میفته. خب تو این 5 سال یا این 4-5 سال نوسانات موجود در حقیقت اقتصاد ایران رو هم به نوعی به نوسان برمیداره، در حقیقت برمیداره، ولی اگه توجه بکنیم سال آخر نرخ تورم در حال رشده، یعنی از 8 به 13.8% در حال رشده. در سال 1320، 1321 و 1322 سالهایی هستند که سال اشغال در حقیقت کشوره. البته میدونیم که اشغالگران تا سالهای 1326 هم تا حدودی در کشور باقی میمانند، مخصوصا انگلیس حالا سال 1323 تقریبا خروج میکنه، اما شوروی تا سال 1326 هم در شمال کشور میمانه، تغییرات بنیادی رو میخواد ایجاد کنه، حکومت‌های مستقل مهابات، حکومت مستقل پیشوری و اون تغییراتی که ایجاد میکنه همه در اون زمانها توسط شوروی سابق به هر حال میمانه. اما ما اون دوره 3 ساله اشغال ایران توسط متفقین رو دوره بدترین دوره تورمی کشور ایران اصلا ما در طول تاریخ عددی ایران میشناسیم، که در سال 1320 نرخ تورم 50%، در سال 1321 حدود 96.2% و در سال 1322 تورم 110.5% گزارش شده است. این در حالی است که خب به هر حال مشکلات جدی نان، مشکلات جدی ارزاق عمومی، مشکلات جدی اداره حکومت همه در اون سالها بوده. همه میدانیم که رضا شاه در اون سال برداشته میشه، تبعید میشه، پسر جوان 21 سالش به حکومت میرسه. در 4 ماه اول اون دوره، یعنی در سال 1320-21، در 4 ماه تا 6 ماه اولش فقط محمد علی فروغی نخست وزیره و بعد نخست وزیرهای بسیار زیادی عوض میشن. بیش از 12 نخست وزیر در کمتر از 6-7 سال عوض میشن، یعنی تقریبا هر 6-7 ماه یک نخست وزیر در اون دوره عوض میشه و همه اینها نشان از یک دوره بسیار پر التهاب سیاسی هست که در این دوره در سال 1300 مثلا فرض کنید 23-24 جبهه ملی مجددن فعالیتش شروع میکنه. مصدق که خب در تبعید بوده برمیگرده دوباره توی حوزه نمایندگی شرکت میکنه، جبهه ملی شروع میشه و در سال در حقیقت 1330 آخر این دورهی که از 1323 تا 1330 دوره بعدیش هست رو نگاه میکنیم، یه دوره بسیار پرنوسان هست که توی این سالها قاعدتا هنوز اشغالگران در داخل کشور هستن، اما در حقیقت نابسامانی های سیاسی جدیه، ولی به هر حال کشور به شدت در حالت رکود به سر میبره و این رکود جدی که در داخل کشور هست و عدم تأمین مالی دولت از طریق نظام پولی باعث میشه که این رکود جدی باعث کاهش شدید در قیمتها هم بشود و این در این دوره 1323 تا 1329 ما نرخ تورم نزدیک منهای 3% داریم برای هر سال، به گونه ای که سالهای 24 و 25 با منهای 14.5 و منهای 11.5% هستند و سال 1329 منهای 17.2%، یعنی نه که قیمتها اضافه بشه بلکه کاهش هم خواهد یافت و تقریبا سطح عمومی قیمتها نزدیک میشه به دوره 1320 تقریبا و قیمت نان به نزدیک همون زمان میرسه، قیمت ارزاق عمومی هم نزدیک به همون زمان میرسه و بی‌ثباتی های سیاسی در اقتصاد هم دیده میشه و این رو همه در نرخ تورم شما میتوانید ببینید. همه میدانیم که نرخ تورم منفی هیچ انگیزه‌ای برای کسب و کار و تولید ایجاد نمی‌کنه و سودهای منفی در هر سال به وجود میاره و لذا در کنار نرخ تورم‌های منفی ما
کاهش شدید و یا به صفر رسیدن میزان سرمایه‌گذاری رو مشاهده می‌کنیم در همه حالات، یعنی در شرایطی که نرخ تورم منفی باشه ما انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری نمی‌بینیم، چون اونها باید کالایی رو تولید کنن و این کالا رو کمتر از هزینه‌ای که صرفش کردن بفروشن و این یعنی اصلا به صرفه نیست. لذا در کشور سرمایه‌گذاری نمیشه، تولید هم صرفه نداره و لذا کشور وارد یه دوره رکودی شدید میشه. اما در انتهای این دوره، یعنی در سال 1330، مصدق نخست وزیر میشه. حالا با تمام اون چیزهایی که دوستان از نظر سیاسی این رو میدانند، به گونه‌ای که سال 1328 ما تشکیل رسمی جبهه ملی رو میبینیم و دو سال بعدش دقیقا در سال 1330 به حکومت رسیدن مصدق رو داریم. توجه بکنید خیلی نکته اساسی در این وسط هست. تا قبل از اینی که مصدق به حکومت برسه، یعنی به نخست وزیری برسه، کانون قدرت در کشور مجلس و شخص شاه بوده است، یعنی شاه و مجلس کانون قدرتن. اما به محض اینکه مصدق نخست وزیر میشه، کانون قدرت تبدیل میشود به کف خیابان و بعد از اون مجلس و شاه جوان رو کاملا خلع قدرت میکنن بر اساس اون چارچوب‌ها و این باعث میشه که اتفاقاتی در کشور بیفته. این اتفاقات خودش رو در حوزه اقتصاد نشان میده. مصدق اولین کاری که میکنه میره به سمت ملی کردن شیلات و صنعت شیلات رو که در یه چارچوب خصوصی اداره میشده ولی درش به هر حال خانزاده ها و اشراف خیلی سهم بزرگی داشتن، اون رو ملی اعلام میکنه و بعد از شیلات میره به سراغ نفت و بعد از نفت هم میره به سراغ تلفن و مخابرات و اونها رو ملی میکنه. بعد به سمت سراغ سایر بخش‌های اقتصادی هم میره. خب البته می‌دونیم که مصدق دو بار نخست وزیر میشه، یعنی یه فاصله 7-8 روزه یا چیزی نزدیک یک ماهی هست که از نخست وزیری در حقیقت استعفا میده، بعد از یک سال بعد دوباره نخست وزیر میشه تا کودتای 1332 28 مرداد 1332. این اتفاق‌ها کلاً خودشان رو در نرخ تورم اگه نشان بدن متوجه میشیم که نرخ تورم در اون دوره در سال 1330 8.3%، 1331 7.2% و 1332 9.2% و متوسط 8.2% نرخ تورم سه ساله است که به هر حال آقای مصدق در اون دوره ها نخست وزیر بوده، هرچند خب به هر حال 6 ماه دوم 1332 رو ایشان دیگه پستی نداشته و به تبعید میره و اون شرایط خاص براش پیش میاد. اما نکته خیلی مهمی که در این دوره هست، برای تأمین مالی از درآمد نفت میخواد استفاده بشه، در حالی که قاعدتاً انگلستان کلن نفت ایران رو تحریم میکنه، تمام کشورهای صنعتی جهان هم نفت ایران رو تحریم میکنن. لذا دو حالت پیش میاد که مصدق مجبور میشه انجام بده، یکیش استقراض از بانک ملیه و یکیش هم استقراض از مردم یا در حقیقت بانکا و در حقیقت بخش خصوصی که یه سابقه خیلی بدی هم در اون به جا میمانه. اوراق قرضه ای که مصدق میفروشه به صاحبان در حقیقت املاک و کسایی که به هر حال حامیش بودن و این اوراق قرضه رو برای تامین مالی دولتش میخرن، متاسفانه نخست وزیرهای بعدی که میان بعد از کودتا اون اوراق رو بی اعتبار اعلام میکنن و این برای همیشه اعتبار اوراق خزانه رو برای خریدش توسط بخش خصوصی از بین میبره و باعث میشه که بعد از اون هیچ دولتی نتونه اوراق قرضه بفروشه، چون اگه بیان اوراق خزانه بفروشن بعد دولت بعدی ممکنه بیاد و اینو باطل اعلام بکنه و دیگه اعتبار دولت ها نزد مردم از بین میره. از اشتباهاتی که در اون دوره ها اتفاق افتاده توسط دولت های بعد از مصدق که این مسائل رو داشته. به هر حال خود موضوع مصدق و مباحثش و اقتصاد مصدقی و اصلا اون حوزه ها خودش یه بحث خیلی طولانی دارد که هم سیاسیه، هم حقوقیه، هم اقتصادیه، هم فرهنگیه، هم بین المللیه، همه اینها رو در بر داره. ولی الان ما فقط تمرکزمان روی نرخ تورمه که اگر متوجه بشید در دوران آقای مصدق نرخ تورم به صورت معنیدار کانال عوض میکنه و از یک کانال منفی به کانال مثبت حرکت میکنه و نزدیک 10% ما رشد رو در حقیقت نسبت به اون دوره 10 ساله یا چند ساله قبل خودش مشاهده میکنیم که اتفاق میفته و این نشان میده که اقتصاد ایران از یک جریان به جریان دیگری حرکت میکنه.
دوره بعد از مصدق من به چند دوره تقسیم کردم که دوره بعدی مستقیما بعد از مصدق 1333 تا 1340 الان پیش میاد، که با توجه به اینکه قبلا فرمودید که اون دوره قبل ما نرخ تورم منفی داشتیم و این اصلا برای اقتصاد نکته مثبتی نبوده، در دوره مصدق با توجه به این تغییر کانالی که ایجاد میشه در نرخ تورم، آیا این فضای مثبت‌تری رو برای اقتصاد کشور ایجاد میکنه یا اینکه این نرخ تورم هم خیلی بالا بوده در مقایسه با نرخ تورم؟ در شرایطی که امید ایجاد بشه و در حقیقت سرمایه گذاری به توان ورود پیدا بکنه، این خیلی هم خوبه. یعنی ما الان حداقل در دوره آقای مصدق مشاهده کردیم که هر کسی که تولید کرده در مثلا ابتدای سال، در انتهای سال میتوانسته متوسط 8.2% این امید یا انتظار سوداوری داشته باشه. پس قاعدتا تولید رو سوداور فرض میکرده. اینی که در حقیقت چقدر سوداور هست اون یه حرف دیگریست. این محاسبات سرانگشتی از طریق نرخ تورم دیده میشه. یعنی من میبینم که آقا ابتدای سال اگه شروع تولیدم باشه، انتهای سال میتوانم 8.2% گرانتر بفروشم، اینو سود محسوب میکنم حتی اگر سود نباشه. چون ما به اینو از نگاه ها به نرخ سود که فقط به تورم باشه میگیم توهم پولی، اما خیلی از مردم توهم پولی دارن و تصمیماتشان را بر اساس توهم پولی میگیرن. پس بر اساس این چارچوب میتوانه این یک در حقیقت هویت جدیدی برای این بده که سرمایه گذاری در کشور سودآور هست. ولی خب حالا در چه حوزه هایی اون بحث بعدی، خب محاسبات نشان میده یا تفکیک اون اجزای تولید ناخالص داخلی که جدولش میشود بیاد و ما طرح بکنیم. عرض کردم این خودش یه بحث مفصل جدایی داره. اما در دوره 1333 تا 1340 ما یک دوره‌ای رو مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم از 8.2% متوسط سالانه به 6.8% کاهش پیدا می‌کنه و اون دوره هم باز اتفاقاً تعداد زیادی نخست وزیر عوض میشه. یعنی تقریباً هر 8 ماه یک نخست وزیر تو اون دوره هم عوض میشه تا به سال 1341 که میرسیم. منتها تو اون دوره خب اصلاحات در حقیقت اساسی در اقتصاد کشور اتفاق میفته. برنامه‌های اقتصادی، دو تا برنامه اقتصادی در اون دوره ها شروع میشه و انجام میشه. برنامه های اقتصادی دوم و سوم در اون دوره ها هست که اجرا میشن بعد از 1327 که برنامه اول شکل میگیره و قاعدتا اون سالها سالهای خاصی هستن. منتها متوسط نرخ تورم در ابتدای اون دوره 1333 15.9% و در انتهای اون دوره 1340 این نرخ تورم به 1.6% کاهش پیدا کرده. این در حالی است که زیرساخت‌های کشور در حال تقویت هستند و شکل‌گیری اوپک هم در حال اتفاق افتادنه، ولی هنوز نرخ هر بشکه نفت نزدیک 2 دلاره و ولی شکل‌گیری اقتصاد ایران در حال اتفاقه و ما وارد یه دوره جدید داریم میشیم. اون دوره از نظر سیاسی بسیار ملتهبه، اما التهابش مثل دوره قبل از مصدق نیست، چون در دوره 1333 به بعد امریکایی ها وارد اقتصاد ایران میشن و جریان هایی وارد میشه. هر چند خود شخص شاه تمایل به سرمایه گذاری امریکایی ها نداره و حتی در سال 1341 به شرطی در حقیقت وزیر اقتصادش رو انتخاب میکنه که فارغ التحصیل امریکا نباشه. یعنی این خیلی نکته جالبیه که در انتخاب عالی خانی به عنوان وزیر اقتصاد که اون زمان از ترکیب دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت یک وزارتخانه جدیدی شکل میدن که همواره تناقض در اونها بوده، وزارت بازرگانی به بازرگانی که فرایند سنتی ایران بوده میپرداخته، وزارت صنعت به اقتصاد جدید میپرداخته و تناقض بین این دو گروه در حقیقت بوده. حتی روشنفکرانی هم که تو دو گروه بودن با هم متفاوت بودن، یک گروه کاملا به اقتصاد آزاد اعتقاد داشتن، یه گروه کلن سنتی بودن، حالا یا سنتی وابسته به تجارت آزاد یا سنتی وابسته به در حقیقت تجارتی که وابسته به سیستم های مذهبی و به هر حال روحانیت و اینها هست. یه اختلاف های جدی که بین اونها بوده تصمیم گیری میشه در اون دوره که در سال 1341 تقریبا در اون سال اگر که اشتباه نکنم 2 سال بعدش هست که هویدا نخست وزیر میشه، ولی قبلش هم قوام و کس دیگه ای که نخست وزیر بودن تو اون 2 سال، سال 1341 شروعشه، نیاز پیدا میکنن که وزارت اقتصاد شکل بگیره و اصلا هدفشان این هست که وزارت اقتصاد کل اقتصاد ایران رو باید اداره کنه.
هدایت کنه. به خاطر همین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت رو هم ترکیب میکنن و به وزارت اقتصاد تبدیل میکنن و بعد عالیخانی که یک در حقیقت تحصیل کرده حقوق و اقتصاد در فرانسه هست انتخاب میکنن. شرط انتخابشون هم این هست که این اتفاقا فارغ التحصیل امریکا نباشه، چون نگران این هستن که سیاست های بازاری و سیاست های در حقیقت لیبرالیستی شدیدی که اقتصاددان های امریکا درس خوانده ممکنه ایجاد بکنن، این باعث بشه که سیاست های رفاهی که مد نظر برنامه سوم چهارم هست تحقق پیدا نکنه. به خاطر همین عالیخانی رو انتخاب میکنن. توجه کنید عالیخانی 1341 وزیر اقتصاد میشه تا سال 1348 با ثبات ترین وزیر اقتصاد در ایران بوده است. هیچ وزیری اینقدر وزیر اقتصاد نبوده. و جالبترین قسمتش هم اینه که اقتصاد یعنی همه اقتصاد کشور، نه فقط اونی که الان ما میبینیم. چون الان میدونید که اقتصاد یعنی مالیه دولت، یعنی الان وزیر اقتصاد کشور ما الان وزیر مالیه دولته، یعنی سازمان امور اقتصادی و دارایی که اداره میشه کار مالیات ها رو انجام میده، کار گمرک رو انجام میده، کار خلاصه اینا رو انجام میده، یعنی حوزه دارایی و مالی دولت. صنعت کاملا جداست، حوزه بازرگانی و صنعت جداست، حوزه کشاورزی مخصوصا بخش اقتصادی و بازرگانی کشاورزی و کلا حوزه اقتصاد و کشاورزی در دست خود وزارت کشاورزی هست و حوزه های دیگر اقتصاد هم تقریبا دور هستند. اون زمان منسجم ترین تصمیم ها رو وزارت اقتصاد در مورد اقتصاد می گرفته. چند تا نکته اساسی در اونجا وجود داره. یکی اینکه عالیخانی قاعدتا متمرکز بر چند تا حوزه بوده. 4 تا حوزه رو که عالیخانی در برنامه‌های خودش مطرح می‌کنه و بهش می‌پردازه، اولش تقویت بخش صنعت در مقابل سیاست‌های تقویت تجارته. یعنی اعتقاد داره که موتور محرکه اقتصاد کشور صنعته و تجارت بعد از صنعت می‌توان، یعنی اول تو تولید کن بعد تجارت رو تقویت کن. البته این سیاست رو خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که کشورهای کوچیکی هستن اینو رعایت نخواهند کرد، چون اونا کشورهای کوچیکی ان، اونا نمی‌توانن تولید کننده باشن. ولی ما کشور خیلی بزرگی هستیم و قاعدتاً باید مبنا رو بر تولید بگذاریم. تفاوت اندازه سرزمینی دقیقاً در افکار عالیخانی دیده میشه در اینجا که جدا میکنه. دوم اینکه میاد تمرکز زدایی میکنه از فعالیت های صنعتی که در نزدیک تهران یا در مثلا فقط جاهای به خصوصی باشن، به تمام کشور این فعالیت های صنعتی رو بر اساس آمایش سرزمین توزیع میکنه تا اونجایی که امکان پذیره. سومین تمرکزش روی کاهش نرخ بیکاری با تقویت صنایع کوچک ولی در حال فعالیت، که باز این رو ما تو حوزه آمایشی مزیت‌های رقابتی از مزیت‌های نسبی برمی‌خیزند می‌گیم که اون فعالیت‌های کوچیکی که الان در حال فعالیتن اینا ظرفیت دارن، پس باید اینا رو تقویت کرد و زنجیره‌های اینها رو در مناطق توسعه داد تا کاهش بیکاری در منطقه اتفاق بیفته. و بعد آخرین سیاست چهارگانه بیشتر نبوده حوزه اون استراتژیکش، آخرش هم ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است که این تنوع باعث میشه که یک اقتصاد در حال رشد در همه زمینه‌ها بتوانه استعدادهای خودش رو پیدا بکنه و در حقیقت ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی بکنه که این اتفاق بیفته. نکته بسیار اساسی میخواستم ببینم که از نظر شما هم شکوفاترین دوره اقتصاد ایران بوده در سال بله دقیقا میکنم. ببینید دوره عالیخانی دوره ایست، حالا من نمیخوام رو ارقام متمرکز بشم، شاید یه وقت دیگه فقط راجع به همین دوره کامل چند ساعتی بشه صحبت کرد. دوره عالیخانی نرخ رشد اقتصاد ایران کلن دو رقمیه، بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان رو در طول اون 8 سال تحویل میده و اقتصاد ایران در اون دوره به نزدیک بیش از 2.5-3 برابر میشه اندازه عددی اقتصاد ایران. و اقتصاد ایران به ظرفیتی میرسه که میتوانه اون در حقیقت جهش هایی که مد نظرش هست رو به وجود بیاره، منتها یه سری اثرات منفی هم به وجود بیاره. به عنوان مثال پهلوی دوم که شاه هست با دیدن این ظرفیت بالا و این شکوفایی اقتصاد که اتفاق میفته، خب به هر حال جریان مصرف پول رو در اقتصاد عوض میکنه و چون عالیخانی باش مخالفت میکنه سال 1349 عالیخانی رو ور میداره
و دیگه علی خانی میره دو سال میشه رئیس دانشگاه تهران و چون شاه باهاش مخالفت کرده حتی تو دانشگاه تهران هم موفق نمیشه، چون باهاش همکاری نمیکنن حتی اساتید دانشگاه تهران، و دانشگاه تهران رو میگذاره و کلا از این سیستم خارج میشه و میره تو بخش خصوصی کار میکنه. یعنی علی خانی دیگه بعد از اینکه از وزارت میاد و بعد از دانشگاه تهران دیگه اصلا میره تو بخش خصوصی کار میکنه و مشاور شرکت های خصوصی بین المللی میشه. اما تو اون دوره ای که علی خانی فعالیت کرده نرخ رشد اقتصادی در بعضی سالها 16.5% هستش، عدد خیلی بزرگه و همین ایران رو به عنوان یکی از کشورهای بسیار در حقیقت در حال رشد و مطرح برای کل منطقه تبدیل میکنه و عرض کردم یه توهمی هم در پهلوی دوم به وجود میاره و اون بلند پروازی های بسیار عجیبی که مخصوصا میره به سمت اینکه تقویت در حقیقت سازمان هایی رو به نام مثلا فرض کنید سازمان اوپک رو اگر مثلا شما در نظر بگیرید، یکی از عوامل اصلی تقویتش همین شکوفایی است که در اقتصاد ایران اتفاق میفته. حالا ونزوئلا جای خودش رو داره، سایر عناصر هم جای خودشان رو دارن، اما به هر حال این پول نفت رو وارد کشور میکنن. علی خانی اجازه نمیده پول نفت مصرف بد بشه، درست مصرفش میکنه. به محض اینکه پول نفت خیلی عدد خوبی میشه و حالا شاه میخواد که از اون برای توسعه نظامی و چیزهای دیگرش استفاده بکنه، علی خانی تو جلسات مخالفت میکنه، طرفدارای علی خانی مخالفت میکنن، اتفاقا همه رو حذف میکنن از سیستم اقتصادی و قاعدتا جریان اقتصاد وارد این میشه که درآمد حاصل از نفت در بعد از دوره علی خانی مستقیما وارد حوزه مصرف و حوزه سیستم نظامی میشه. یه نکته اساسی در حوزه مصرف، وقتی که شما پول در حقیقت نفت رو مستقیم خارج کنی، این یه ضریب تکاثری درش ضرب میشه و سریعا این رو تبدیل به تورم میکنه، یعنی افزایش قیمت ها رو به دنبال داره، ضریب تکاثری درش ضرب میشه و تقاضا رو به شدت افزایش میده. در بخش مصرف هم هست و تو اون سالها همه میبینن که بعد بخش مصرف خیلی تقویت میشه و از طریق واردات مخصوصا خیلی کالاهای زیاد وارداتی وارد کشور میشه، از جمله اتومبیل و سایر عناصر دیگه، هرچند برای تقویت اونها در زمان علی خانی اتفاقای خیلی مهمی میفته، مثلا شکل گیری ایران کاوه، شکل گیری ایران ناسیونال، شکل گیری شرکت های مثل ارج، شرکت های مثل آزمایش، اینها همه در دوره علی خانی اتفاق میافتن. ولی در بعد از دوره علی خانی محصولاتشان به بازار میاد که متاسفانه سیاست‌های غلط مصرفی اتفاقا از رشد اون تولیدات جلوگیری میکنه، یعنی اون زمانی که باید اون تولیدات در حال رشد خیلی خوبی باشن و حمایت بشن، کالاهای وارداتی مقابل اونها میاد و اونها رو در اون سطح تکنولوژی اون دوره‌ای که انتخاب شده قفل میکنه، یعنی یه قفل شدگی تکنولوژیکی به وجود میاد. چرا؟ چون باعث میشه که اون پولهایی که ناشی از نفت مستقیما بره به سمت کالاهای مصرفی و بعد مردم بدونی که توان تولید خودشان رو تقویت کرده باشن، توان و مهارت‌های مصرفی خودشان رو تقویت کرده باشن، بینش و فهم اجتماعی اقتصادی خودشان رو تقویت کرده باشن، حالا میتوانن از جدیدترین کالاهای تولیدی اروپا و امریکا در خانه‌هاشان استفاده بکنن و پوز بدن و بعد نوع فرهنگ با این شیوه کاملا جدا میشه و این باعث میشه که اقتصاد در هماهنگی با فرهنگ و سیستم در حقیقت سرمایه اجتماعی خودش حرکت نکنه و یه شکافی در اینجا اتفاق بیفته که این شکاف نهادی بعداً میتونه خسارت‌های بزرگی به بار بیاره که میاره، که این خسارت‌ها به بار میاد و به هر حال دیگه حالا اینا بحثایی است که من تو اقتصاد نمیخوام بهش اشاره بکنم، اما خیلی خسارت‌های جدی است که در این دوره اتفاق میفته. برعکس یه بخش بزرگ پول هم در بخش هزینه‌های نظامی خرج میشه که هزینه‌های نظامی ضریب تکاثرش صفره، یعنی اون پول اصلا وارد اقتصاد نمیشه، یعنی یه بخش از پول نفت رو کلاً عقیم میکنه از طریق تقویت سیستم نظامی و یک بخش رو کلاً وارد سیستم تکاثری شدید میکنه. به همین علت نرخ تورم در دوره 1349 یا 1349-50 تا 1356 به متوسط 12.9% به ازای هر سال میرسه، با این تفاوت که دو سال 55 و 56 نرخ تورم 16.6% و 25.1% بوده است. یعنی اون دو سال انتهایی قبل از 57 که خب به هر حال اون به هم ریختگی هایی که از طریق تظاهرات و اینها بوده اجازه نمیداده که هیچ چیزی سر و سامان داشته باشه در اقتصاد و ما اون دو سال در حقیقت پایداری برای تحلیل اقتصادی نمیدانیم، ولی سال 56ش که
نرخ تورم 25.1 و سال 55ش 16.6 بوده. این در حالی است که متوسط نرخ تورم سالهای آلیخانی با نرخ رشد 16.5% 15 تا 16.5% 1.7% بوده، ولی در این دوره این گونه به قضیه نگاه شده و این نشان میده که یک تغییرات جدی در برنامه پنجم قبل از انقلاب اتفاق میفته و نوسانهای زیادی. خب البته در این دوره هم باز ثبات نسبی تا زمانی که هویدا نخست وزیر هست به نوعی میشه دید، ولی بعد از اینی که آموزگار نخست وزیر میشه، بعد شریف امامی و بعدش خلاصه به اون نوسانات میرسیم، دیگه اصلا هیچ چیزی نمیشه نگاه کرد. در سال 1357 زمستان انقلاب اسلامی تحقق پیدا میکنه، اون سال رو ما نادیده میگیریم، ولی در سال 1358 که یک سال تقریبا میشود گفت که باز جدا هست، نمیشود جز سالهای تثبیت سیاست‌های انقلابی در نظر بگیریم، نمی‌شود جزء سال‌های قبلش در نظر بگیریم، لذا این سال جدا می‌کنیم. سال 58 نرخ تورم حدود 11.4% تقریبا برابر متوسط دوره قبلشه. پس نشان میده که اون جایگاه هنوز تداوم پیدا کرده و ادامه دار بوده تا سال بعدش، ولی از سال 1359 دیگه دوره بعد از انقلاب رو ما شروع می‌کنیم، یعنی اون 6 دوره بعد از انقلاب برای تحلیل از سال 1359 شروع. در سال 1359 تا 1367 سالهای جنگ تحمیلی هستند، جنگ ایران و عراق هستند. این سالها به طور متوسط نرخ تورم سالانه 19.8%. این سالها سالهایی هستند که نرخ رشد نقدینگی هم 19.5%. من از سالهای بعد از انقلاب گفتم دیگه، آره آمار نقدینگی هم میارم دیگه، قبلش دیگه بحث ما خیلی طولانی میشد نیوردم، ولی بعدش دیگه نرخ رشد نقدینگی رو به عنوان عامل تحلیل میارم و اضافه میکنم. آقای دکتر اگر امکان داره برای دوستانی که ممکنه آشنا نباشن این نرخ رشد نقدینگی رو هم یک توضیح خیلی کوتاه بدید ممنون میشم. ببینید ما یه پول داریم که توسط بانک مرکزی، فرض کنید زمان قبل از بانکداری الکترونیک و فقط ما با اسکناس معامله می کردیم، بانک مرکزی یه مقداری اسکناس تولید می کنه، اینه در اختیار در حقیقت مثلا فرض کنید حالا هر گروهی یا بانک ها یا مردم یا دولت یا هر کسی قرار میده، فرض کنید بده به دولت، فرض کنید دولت این رو میده به در حقیقت کارکنانش به عنوان دستمزد، کارکنان دولت هم اینو میبرن میذارن توی بانک تجاری. پس تا اینجا توجه بکنید دو بار چرخیده، یعنی بانک مرکزی دولت، دولت کارکنان، کارکنان بردن گذاشتن تو بانک. حالا بانک این پول رو داره و مال مردمه، اما خب مردم که همشه که مصرف نمی کنن این پول رو، مردم فقط 20% رو یا 5 یا 10 تا 20% رو نیاز دارن، بقیه رو مال خودشانه ولی بهش ارجاع نمیدن، یعنی میره توی سپرده بلند مدت اونها. بانک میبینه که در هر مثلا دوره مردم 20% رو میخوان، 80% رو نمیخوان، لذا به همه اعلام میکنه بیانی 80% بهتان وام بدم، مردم میرن 80% وام میگیرن، دوباره به اندازه 20% نیاز اونها تو صندوق بانک میمانه، میشه مثلا فرض کنید 80% 80 میشه 16 منهای 80 میشه مثلا فرض کنید 64، بس 64 تومن دوباره توی حساب بانکی میمونه از 100 تومن، بعد دوباره بانک میگه 64 تومن وام میدم و به همین شیوه یک نسبتی پیدا میشه به نام نسبتی که ما میتوانیم خلق پول کنیم. مثلا اگر که اون نرخ ماندگاری دوباره قطع شد، آقای دکتر به نظر دوباره قطع شد، راجع به نسبت صحبت میکردم، اگه این نسبت نرخ ماندگاری 20% باشه، 1 تقسیم بر 20% میشود 5 ضرب در اصل پول میشود نقدینگی که ضریب تکاثری درش شکل میگیره. پس ما با یه پول پرقدرت 100 تومانی 500 تومن نقدینگی درست میکنیم، اینجوری شباهتشه. دقیق این نیست ها، یعنی امروزه دیگه تعریف خیلی تغییر کرده، مباحث پول الکترونیک، شبه پول، دیگه اصلا این نرخ ها عوض شده. الان نرخ در حقیقت تکثیر پولی در ایران نزدیک 7-13 به خاطر بانکداری الکترونیک، به خاطر اینکه پولها دیگه اصلا اسکناس نیست، شما با کارت خرید فروش میکنی و اینجور چیزها کلان عوض شده. نقدینگی مجموعه اینها رو پوشش میده، به نوعی نقدینگی عبارت میشود از پول و شبه پولی که توسط سیستم بانکی در حقیقت وجود داره، شامل اسکناس و مسکوک تو جیب مردم، توی در حقیقت ذخایری که توی بانک ها هست برای استفاده و قاعدتا اون منابعی که بانک ها میتوانند باهاش توسط کسب و کارها بچرخانند در بین خودشان، و نهایتا این نقدینگی هست که جریان پول رو نشان میده، یعنی
اگر شما به یه استخر پولی نگاه بکنید، پول پرقدرت رو نمیبینید که اون تعداد واحدهای اصلی است که بانک مرکزی داده. نقدینگی میبینید که در دست، در حقیقت در این سیستم تولید شده که چرخش پول برای تعداد معامله هایی که انجام داده رو هم در بر میگیره. یعنی مثلا چند بار یک واحد پول چرخیده تا این معاملات شکل گرفته در یه دوره زمانی مشخص که مد نظر. بس این میشه نقدینگی. حالا در هر دوره‌ای یک، چون این صد دیگه، این ذخیره میشه دیگه، این پول‌ها به صورت انباره از این نوع متغیرش انباریه، انباره میشه، انبار میشه، انباش میشه روی هم دیگه. در هر دوره زمانی اندازه اون استخر رو از طریق محاسباتی که توسط بانک‌ها صورت میگیره انجام میدن، جمع میکنن و نهایتاً میگن که اینقدر نقدینگی توی کشور هست که میزان نقدینگی رو، عددش رو میتوانم به رقم عددی بگم، ولی قاعدتاً عدد و رقمش رو اگر بخوایم بگیم خیلی دیگه بی‌معنی الان دیگه. اینقدر مثلا در سال 1400 که تمام شد، یعنی دو ماه پیش که تمام شد، عدد این نرخ رشد نقدینگی، عدد نقدینگی، حجم نقدینگی در کشور از 5000 میلیارد تومان گذشت. عدد گذشت از 5000 میلیارد تومان گذشت. عدد خیلی بزرگه. این در حالی است که مثلا در سال 1358 این تقریبا 17.7 میلیارد تومان بوده. حتی رو ببینید چطوری حرکت کرده، نسبت ها رو بگیرید، این عدد خیلی بزرگه. مثلا 17.2 میلیارد ریال بوده در سال 1358. در سال 58 17.2 میلیارد ریال بوده، در سال 1401 به 5000 میلیارد تومان رسیده. این ریال رو حالا به تومن هم بگیم میشه 1.7 میلیارد تومان دیگه. میخوام بگم به عددش خیلی توجه نکنیم چون خیلی رشد کرد در اثر این تورم ها، ولی خب حالا نسبت ها رو توضیح میدم. پس در دوره جنگ تحمیلی، نمیدونم اگر که توضیح کافی بود که برم سراغ اون نوسان هایی که تون دوره وجود داشت، چون خیلی طول کشید. دست شما درد. خواهش میکنم. ببینید در سال 1359 نرخ تورم 23%، 60 22.8%، 61 19%، 62 14%، 63 10%، 64 سالی است که عدد تک رقمی میشه نزدیک 7%، ولی 65 یکی از بدترین سالهای اقتصاد ایران در طول دوره جنگه که میگن کف سیلوها هم جارو زده شد در اون سال و خیلی وخیم بوده اقتصاد ایران. نرخ تورم 23%، در سال 66 27% و در سال 67 28.9% بوده است. این نرخ تورم در طول این دوره بوده که متوسطش 19.8% بوده. حجم نقدینگی هم در طول این دوره در حقیقت به شیوهی تنظیم شده که می توانیم راجبش خیلی چیزها بگیم. من میخوام فقط این رو عرض کنم خدمتتان که متوسط نرخ رشد نقدینگی 19.5، متوسط نرخ رشد قیمت ها 19.8. پس احتمالاً اگر نرخ رشد تولید در کشور رو به اضافه نرخ رشد قیمت ها کنیم، بشود نرخ رشد نقدینگی که تقریبا اینجوری باید باشد. این نیست ها، این فقط برای آدرس گرفتنه. یعنی شما مثلا توی نقشه هم یه زون تعیین میکنی برای که آدرس بگیری. این دقیق نیست این حرف من، اما میتوانه خیلی هدایتگر باشه. پس ما به طور متوسط در طول سالهای جنگ انتظارمان بر این بوده که متوسط 0.3% نرخ رشد منفی داشته باشیم. اینی که اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در طول سالهای جنگ منفی بوده، آره میدونیم متوسط منفی بوده، اما از روی همین دوتا شاخص میشه اینو مشاهده کرد. یعنی همین دوتا شاخص نشان میده که اگر که نرخ رشد نقدینگی را منهای نرخ تورم کنیم، ظرفیت شکلگیری رشد اقتصادی رو به ما نشان میده که اینجا حدود 0.3%. در دوره بعدی، دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 تا سال 1372، بهار 76 رو تشکیل، تا تابستان 76، اما ما تا سال 75 در نظرش میگیریم، چون اون بین یک سال ما برنامه نداریم دیگه. برنامه اول از 68 تا 72، 73 برنامه نداریم و 74 دوباره برنامه دوم شروع میشه. ما در این دوره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهور بودن، سال 68 17.4%، سال 69 9%، سال 70 20 ممیز
7% سال 71 24.4% 72 22 9% و 73 شروع میکنه جهش قیمت دلار. جهش قیمت دلار رو از 90 تومن شروع میکنه، حرکت میکنه به سمت بالا، به گونه ای که سال 1374 دلار به نزدیک 378 تومن میرسه و نرخ تورم در سال 73 35%، در سال 74 بالاترین رقم تورم بعد از انقلاب قبل از سالهای 96 اتفاق میفته که عدد دو بار سه بار تغییر کرد در رسانه ها و عدد نهایی 49.9% گزارش شد، ولی عدد چند بار بیشتر از این در رسانه ها گزارش شد. بعد استدلالم این بود که خب اونا نرخای تورم گسسته بوده، پیوستش اینه، این عدد. و در سال 75 یکم این آتیش کم میشه در حقیقت اون انرژیش و به 23.2% کاهش پیدا میکنه. متوسط دوره آقای رفسنجانی 25.3% ما نرخ رشد قیمت ها رو داریم و نشان میده که بعد از انقلاب کانال افزایش قیمت ها حداقل 10% نسبت به دوره بعد از آلی خانی رشد کرد. اونجا کانالش به عدد تقریبا 12% رسیده بود، ما الان به نزدیک 20 و 25% رسیدیم که در یک دوره نزدیک بوده، ولی در دوره بعدیش چیزی حدود 15% شاید 17% رشد رو نشان میده، بیشتر نشان میده و ما در کانال 25% خیلی شرایط ما بخیمه. دقیقا نرخ رشد نقدینگی که نگاه میکنیم میبینیم 26.4% رشد کرده در این دوره و این یعنی که در بهترین شرایط رشد اقتصادی ایران ظرفیت 1.1% برای هر سال داشته با توجه به همین دوتا شاخص ها، برای اینی که به هر حال تورم و نقدینگی ظرفیت های رشد رو به ما نشان میدن. البته عرض کردم که این چیه، این یه زون رو نشان میده نه یه آدرس دقیق، ولی ما رو هدایت میکنه به بعضی از مفاهیم که درست به موضوع نگاه بکنیم. دوره بعد از آقای رفسنجانی در سال 1376 شروع میشه تا سال 1384 که خب تو این دوره ما نرخ تورم رو از 17.3% دولت تحویل میگیره و نوسانش رو داره تا آخر دوره که سال 84 هست با نرخ 10.4% تحویل میده. نشان میده که کانال نرخ تورم رو 10% دائمی کاهش میده. یعنی اون دوره دوره است که به هر علت ما ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، ثبات فرهنگی، ارتباط بهتر با جهان خارج، در حقیقت جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد شرایط مناسب در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اعتماد بیشتر در جمعیت برای سرمایه گذاری و کاهش جدی نرخ تورم انتظاری در جمعیت در جامعه باعث میشه که نرخ تورم رو 10% کاهش بده. این در حالی است که به هیچ وجه نرخ رشد نقدینگی رو کاهش نمیده و در همون دوره نرخ رشد نقدینگی 26.6% متوسط هر سال باقی میماند. این یعنی که ظرفیت رشد اقتصادی به 11.4% میرسه و ما در اون دوره نرخ رشد اقتصادی مثبت سالانه 5.5% رو در آمارها، ولی در بعضی از آمارها 6.7% هم مشاهده میکنیم. تقریبا تنها دوره است که وضعیت اقتصاد ایران هم از نظر کنترل تورم، هم از نظر در حقیقت تزریق نقدینگی به سیستم تولیدی و هم از ایجاد ارتباطات بین المللی و کاهش در حقیقت تنش‌های جهانی در حوزه‌های تولید، سرمایه گذاری و بازرگانی موفق عمل می‌کنه و این مشاهده میشه در این دوره. یه دوره بسیار بسیار خاصه. این در حالی است که در همون دوره نرخ فروش، قیمت فروش نفت تا زیر 10 دلار هم میاد. یعنی کاهش درآمد نفتی از طریق نقدینگی جبران میشه برای دولت بخشش، منتها این نقدینگی فقط از اون ناحیه نیست که مثلا بانک مرکزی بیاد و کسر بودجه پولی بده، بلکه در اولین سالهای فروش اوراق مشارکت در همین دوره اتفاق میفته. یعنی اولین اوراق جدید خزانه به نام اوراق مشارکت، اونم در حوزه سرمایه گذاری در سدها و نیروگاه ها، در این دوره توسط بانک فروخته میشه و شروع میشه و بعضی از فعالیت های دیگر در این دوره شکل میگیره و شروع میشه. اما به هر حال این دوره دوره‌ای است که اتفاق میفته. دوره بعدیش در سال 1385 تا 1392 اتفاق میفته، دوره‌ای است که آقای محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور ایران هست. در این دوره نرخ قیمت فروش نفت به شدت افزایش پیدا میکنه، درآمدهای ارزی ایران حاصل از فروش نفت به سالانه بیش از 100 تا 120 میلیارد دلار میرسه. در طول دوره 8 سالش یک رقمی بین 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد ارزی دولت برآورد میشه، اتفاق افتاده. تو این دوره البته انتظار بر این بوده که اگه کل این پول در اقتصاد خرج میشده میتوانست انفجار قیمتی به وجود بیاره، چون به هر حال پول خیلی خیلی زیادی بوده. اما به هر حال بخشی از این پول در محاسبات بعضی از 170-180 میلیارد دلار، در بعضی از محاسبات حدود 350 میلیارد دلارش در اقتصاد خرج شده، حالا تو حوزه‌های مختلف اقتصادی. ولی نهایتاً نرخ تورم متوسط سالانه در این دوره از 11.9% سال 85 به 34.7% سال 92 رشد می‌کند. یعنی نشان میده که این نوع از رفتار با اقتصاد که پول نفت رو مستقیم وارد میکنن دوباره داره تکرار میشه. دقیقا در دوره بعد از آلی خانی این اتفاق افتاد، در دوره بعد از آقای خاتمی هم این اتفاق میفته، یعنی پول نفت مستقیم وارد اقتصاد میشه. خب ما میدانیم که در دوره سالهای 1376 تا 1384 که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، ما صندوق ذخیره ارزی تشکیل دادیم و نوسانات نفت رو نذاشتن که وارد بودجه بشه و از حتی روزی که تحویل دادن اون صندوق ذخیره ارزی 12 میلیارد دلار هم اتفاقا ذخیره داشت که تحویل دولت بعدی شد. و در دوره آقای احمدی نژاد اما صندوق توسعه ارزی یعنی توسعه ملی شکل گرفت، اون صندوق ذخیره تبدیل شد به صندوق توسعه ملی و اون زمان هم موقعی که ایشان تحویل داد مقداری در حقیقت ذخیره ارزی در اون صندوق وجود داشت که بیشتر از قطعا 12 میلیارد دلاری بود که تحویل گرفته بود. اما درآمد نفتی دوره آقای احمدی نژاد قابل قیاس با درآمد نفتی زمان آقای خاتمی نیست، یه چیزی حدود 5.5 تا 6 برابر بیشتر باید باشه. و همین انتقال و تزریق درآمدهای نفتی در اقتصادی که ممکنه ظرفیت جذب اونها را نداشته باشه مشکلات ایجاد کرد. من دقیقا در اون زمان یادم آقای احمد توکلی که توی مجلس بود یک نطقی رو پیش از دستور توی مجلس انجام داد و یادم در سال 85 ایشان اعلام که 85 تا 6 یادم 85 بود تقریبا اعلام کرد که میزان ظرفیت پذیرش ارز در اقتصاد ایران سالانه بیشتر از 30 میلیارد دلار نیست و شما اگر این کار رو انجام بدید ما یا با تورم مواجه میشیم و یا با تخریب در حقیقت این منابع ملی. این حرف رو من یادم اون زمان آقای احمد توکلی که خودش اقتصاد خوانده و اتفاقا در منچستر هم خوانده این رو مطرح کرد، که خب به هر حال ایشان میدونید که هنوز هم از عضو در حد مجمع تشخیص مصلحت و یه سری اینجور جاها هست. توجه کنید دقیقا نرخ رشد نقدینگی در زمان آقای احمدی نژاد 27% میشه، نرخ تورم 20.7% متوسط دوره، نرخ رشد نقدینگی 27% متوسط دوره، ظرفیت رشد اون دوره با اون حجم درآمدهای نفتی 6.3% میشه برای رشد اقتصادی. این یعنی چی؟ این یعنی که اصلا پول نمیتوانه اقتصاد رو رشد بده، یه چیزای دیگری اقتصاد رو رشد میدن. شما اگه پول از بیرون بیاری تزریق کنی داخل اقتصاد اتفاقا رشد اقتصاد رو کم میکنی. ظرفیت رشد اقتصاد در دوره قبلیش 11.4%، اما در دوره بعد از ایشان یعنی در سال 85 تا 92 ظرفیت رشد اقتصاد 6.3% کاهش پیدا میکنه. علتش اینه که کسی که تو این حوزه متخصصه باید وارد این حوزه بشه و تصمیم گیری بشه. شما میبینید در دوره در حقیقت 76 تا 84 آقای نوربخش، مرحوم آقای نوربخش تو بانک مرکزی بودن، آقای دکتر ستاری فر توی سازمان مدیریت برنامه ریزی بودن و به هر حال وزرای اقتصاد و اینها همه اقتصاد خوانده و قوی و توانمند در این حوزه تخصصی بودن. اما در دوره بعدش کلن افرادی که به کار گرفته شدن اصلا تخصص این حوزه رو نداشتن و واقعیتش اینه که وقتی شما مهارت نداشته باشی نمیتوانی اون مجموعه رو خوب اداره بکنی. حالا منهای این که وقتی مهارت نداری اون مشکل در حقیقت شجاعت انجام کارهای بزرگ هم ناخودآگاه به صورت توهمی در افراد به وجود میاد، اون در حقیقت مدل داونینگی که میگه که هر کسی که مهارتش کمتره شجاعت بیشتری هم در انجام کارهای خیلی بزرگ داره، این اتفاق میفته. و همین نشان میده توی آمارها که ما در دوره ای که درآمد نفتمان کمترین بوده است ولی
با مهارت اقتصاد رو اداره کردیم ظرفیت 11.4% در اقتصاد برای ما شکل گرفته، در حالی که در دوره بعدیش که بیشترین درآمد نفتی رو داشتیم هم تورم 5% کانالش رو عوض کردیم، هم نرخ نقدینگی رو نفت توانستیم در حقیقت رشدش رو کاهش بدیم و هم کل رشد اقتصادی در ظرفیت 6.3% باقی میمانه و تقریبا همین در دوره آقای احمدی نژاد میزان نرخ رشد اقتصادی فکر می‌کنم سالانه به 3.7% متوسط میرسه، به گونه‌ای که در سال 1392 ما دیگه آشفتگی و به هم ریختگی شدید نرخ ارز رو داریم. توجه کنید در انتهای دوره آقای رفسنجانی ما آشفتگی شدیدی در حوزه نرخ ارز داریم که از 90 تومن به نزدیک 400 تومن میرسه. در طول دوره آقای خاتمی این نرخ ارز به نزدیک 800 تومن، یعنی دو برابر میرسانه، ولی جهشی نیست، هر سال یه رقمی میره بالا. مثلا بنزین رو هر سال یه رقمی میبرن بالا، قیمت نان رو هر سال یه رقمی میبرن. خیلی منطقی اقتصاد رو اداره میکنن به گونه که جهشی اتفاق نیفته، حجم در حقیقت بزرگی از اون ناکارآمدی ها یه جا انباش نشه که یه روزه بخوان حلش کنن، اجازه میدن که این اتفاق بیفته. ولی در دوره آقای احمدی نژاد که نرخ ارز نزدیک 850-60 تومن تحویل میگیره، در انتهای دورش که نیست اینو همچنان کلپس کرده انباش کرده نگه داشته، در انتهای دوره یعنی در سال 91-92 نرخ ارز به نزدیک 3500 تا 4000 تومن میرسه، یعنی عدد 4 برابر و خیلی وحشتناک اون زمان هیجان ایجاد میکنه، تورم های بالا ایجاد میکنه، جوری که در دور سال آخر دوره آقای احمد نژاد نرخ تورم 34% هست و همه یادمان هست که ایشان با چه بحران هایی مواجه شد و در سال 92 که آقای حسن روحانی رئیس جمهور شد اولین مسئله همین نرخ ارز و نرخ تورم بود که اون زمان مطرح شد. در دوره آقای حسن روحانی من نمیتوانم هر 8 سال رو یک دوره در نظر بگیرم، چون دو دوره کاملا متفاوت اتفاق میفته، یکی دوره 1393 تا 1396 و یکی دوره 1397 تا 1400. این دوتا دوره رو از هم جدا میکنیم، اصلا یکی نیست. دوره اول آقای حسن روحانی شما ببینید که مثلا شروع میشه مذاکرات با طرفهای در حقیقت 5+1، اون زمان 3+1 بود، بعد شد 4+1، بعد شد 5+1 شروع شد و این در حقیقت مذاکرات در سال 94 به نتیجه رسید و برجام امضا شد. توجه بکنید که دقیقاً 15.6% نرخ تورم سال 93 در حالی که در یک سال قبلش 34.7% بوده بسیار موفق میشن در حقیقت کم کردن نرخ تورم. البته وزیر اقتصاد آقای طیب نیا بسیار اقتصاددان کارکشته ایست و سایر همکاران ایشان هم که در بخش اقتصاد هستن باز آدم های توانمندی انتخاب میشن که میتوانن اقتصاد رو اداره بکنن، اقتصاد رو حفظ بکنن و این فرایند به گونه ای که در سال 94 نرخ تورم به 11.9%، در سال 95 به نزدیک 9% و در سال 96 هم نزدیک 9% در حقیقت کاهش میدن. نرخ تورم در برای یه دوره خیلی طولانی قبل از اون که در سال 60-64 بوده تک رقمی نشده، ولی بعد از 60-64 تا سال 93 تا سال 95 و 96 در حقیقت که نزدیک 30 سال هست مثلا چیزی در این پول و خوش دوباره به کانال تک رقمی هدایت میشه و برجام امضا شده بوده، ارتباطات بین المللی برقرار میشه، بسیار امید بخش، بسیار روابط خوب و این باعث میشه که برای دور دوم دوباره حسن روحانی رأی بیاره. همین امیدها و همین نتایجش باعث میشه که رأی بیاره. توجه بکنید که نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد قیمتا، نرخ تورم 11.5%، نرخ رشد نقدینگی اما در زمان حسن روحانی دور اولش 29.3%. یعنی عدد رو میبره بالا. حسن روحانی هم با هر مشکلات ساختاری مواجهه یا هر اقتصاد ایران یه بیماری های ساختاری داره که میشود بعدن راجبش صحبت کرد. نرخ رشد نقدینگی رو حداقل 3% از زمان احمدی نژاد به طور متوسط بالاتر میبره. توجه کنید که این اتفاق میفته در دولت آقای روحانی، اما ظرفیت رشد به 17.8% گسترش پیدا میکنه به گونه ای که در سال 1395 ما نرخ رشد 16.5%، بین 15 تا 16.5% اختلاف نظر هست، تحقق پیدا میکنه و همه اون نرخ رشد رو توی گزارش هاشون دارن و میبینن که این اتفاق میفته. بسیار ساله خوبیست، اما متاسفانه در پاییز
سال 1396 یا سال 97 هست، اول سال 97 حالا یادم نیست دقیقا، توسط آقای ترامپ برجام برداشته شد، از برجام خارج شد ایشان و سال 2016 بود اگر اشتباه نکنم دیگه، از برجام 2017 از برجام خارج شد و این خارج شدن از برجام و دوباره اعمال تحریم های جدی به کشور، چون خب میدونید دور قبلش وقتی برجام امضا میشه تحریم ها برداشته میشن، ارتباطات بین المللی برقرار میشه، ما میتوانیم پول هایی که داریم رو استفاده بکنیم، سرمایه گذاری انجام بدیم، سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، امید به کشور برمیگرده، انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه، نرخ ارز تثبیت میشه، بازارها به تعادل حرکت میکنن، این اتفاقات افته. ولی یه باره وقتی که از برجام خارج میشه آقای ترامپ، ما در سال 97 میبینیم که اقتصاد وارد یه تنش شدید میشه و این تنش شدید همه تحریم های قبلی رو که برقرار میکنه، هیچی تحریم های جدیدتری رو هم برای اقتصاد ملی به وجود میاره و اینها همه باعث میشه که اقتصاد ملی وارد یه بحران جدی بشه که این بحران در ابتدا خودش رو توی نرخ ارز نشان میده، بعد توی بودجه دولت نشان میده، بعد توی نقدینگی و توی تورم و سایر شاخص ها و تورم انتظاری نشان میده، به گونه ای که در این سالها کانال نرخ تورم نزدیک 20% ارتقا پیدا، یعنی تورم از کانال قبلیش 20% رشد میکنه، یه چیزی حدود 10%ش به علت تحریم ها و حدود 10%ش هم که از قبل وجود داشت دوباره بازگشت میکنه، یعنی این 20% شکل میگیره و این 20% باعث میشه که متوسط نرخ تورم دوره 1397 تا 1400 به 37.8 برسه. این در حالی است که نرخ تورم گسسته سال 1400 56%، پیوستش 40%، گسسته 99 54%، پیوستش 60 خورده درصد، پیوستش 48%. یعنی شما نگاه میکنی ببینی عددها خیلی گویا هستن که تحریم ها و انتظارات تورمی و عدم اطمینان به اقتصاد بزرگترین مشکل رو به وجود میارن. در همین دوره نرخ رشد نقدینگی اما 29.8% باقی میمانه با توجه به ظرفیت کشور در این حوزه و نرخ رشد اقتصادی به ظرفیت منهای 8% تنزل پیدا میکنه و این منهای 8% یعنی که ما در طول این 4 سال اصلا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد رشد مثبت، که هیچی صفر هم باشه رشدش، ما انتظارمان اینه که اقتصاد رشد منفی داشته باشه، ولی ظرفیت رشد منفیش منهای 8ه، اما فکر میکنم منهای 1.5% تحقق پیدا کرد، یعنی منهای 1.5% میشه. خب آخرین سالی که باید بررسی کنیم همین دو ماهه اردیبهشت ماه هست که در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده، منتها خب دولت آقای رئیسی از شهریور 1400 تا اردیبهشت الان رو در اختیار داره، یعنی چیزی حدود 8 ماه اقتصاد رو در اختیار داشته. نرخ تورم نقطه به نقطه صحبت نمی کنم، نرخ تورم پیوسته ای که ما در اردیبهشت داشتیم حدود 39.8% که تقریبا یه چیزی مشابه سال 1400. نرخ رشد نقدینگی هم توجه بکنید، نرخ رشد نقدینگی در دوره آقای حسن روحانی، دوره دوم حسن روحانی چطوری بوده نگاه کنید، در سال 97 نرخ رشد نقدینگی 20%، در سال 98 نرخ رشد نقدینگی 25%. این نشان میده هرچه وخامت اوضاع بیشتر شده، آمدن این مشکل و انحراف رو با پول حل کردن، یعنی پولیش کردن، پولی کردن کسری بودجه. در سال 1399 25% رشد نقدینگی رو به 34% رساندن و در سال 1400 که خب حالا 8 ماه چقدر 6 ماهش حداقل 7 ماهش در اختیار دولت جدید بوده، نرخ رشد نقدینگی رو به کانال 40% رساندن، 39.7% رسیده. یعنی در اون دوره از 20 به 40 20% کانال رشد نقدینگی گسترش پیدا کرده و دقیقا این همون جاییست که دولت نتوانسته درآمدهاشو تحقق بده، مجبور شده که یا اوراق خزانه به نظام بانکی بفروشه، بعد نظام بانکی اون رو تبدیل به نقدینگی بکنه، یا به صورت استقراض پولی در حقیقت از بانک مرکزی و از هر شیوه دیگری این اتفاق بیفته. در سال 1401 تا الان که با شما صحبت میکنم نرخ رشد نقدینگی تقریبا چیزی حدود 34.9% قابل مشاهده هست و حجم نقدینگی از 5000 میلیارد تومان هم عبور کرده و به طور متوسط انتظار ما برای امسال یک نرخ رشد اقتصادی منفیه، هر چند اگر که دولت درست به موضوع اداره بکنه میتوانه این رو صفر یا مثبت هم در نظر بگیره، اما اتفاقهایی که در طول این مخصوصا بعد از سال 1000
401 اتفاق افتاده، مثل آزادسازی قیمتها در بخش کالاهای اساسی که خب مثلا در مورد نان یا محصولات بیسی که نان بیس اونهاست، یا محصولاتی که در حقیقت دلار 4200 تومانی به اونا تعلق پیدا میکرد، مثل روغن، مثل نهاده های اصلی دامی و اینها، یه چیزی حدود از 4200 تومان به نزدیک 23000 تومان دیگه اختلاف رو شما ببینید چند برابر، نزدیک 5 برابر، 4.8 برابر، یعنی 480% رشد در قیمت اونها مشاهده میکنیم. این به شدت روی سایر قیمت ها تاثیر میگذاره و شما هر روز از اخبار میبینید که اتحادیه فلان یا مثلا انجمن فلان تقاضا دادن از سازمان امور مصرف کنندگان، حمایت از مصرف کنندگان، که ما مثلا 40% قیمت چی رو مثلا چه ببریم بالا، اونها موافقت کردن. 7% چی ببریم، مثلا شوینده ها 25%، نمیدونم سایر مواد شوینده 40%. این قسمت ها ناشی از اثرات روانی این حوزه 480% که اتفاق افتاده. و حالا به هر حال خیلی از کارشناسان ممکن بود اعتقاد داشته باشن که این کار رو به صورت چکشی انجام ندید، این کار میتوانه انحراف بزرگی در یه سیستمی به وجود بیاره که ساختارهای اون متفاوت هستش، ضمن اینکه کار ممکنه درست باشه. یعنی یه بیماری داره که پزشکش باید اون بیماری رو برطرف کنه، منتها وقتی اون بیمار 5 تا بیماری دیگه هم داره، ممکنه در اولویت نباشه اون بیماری خاص، باید بیماریهای دیگر رو اول برطرف کنه تا اون بدن تحمل این رو داشته باشه. لذا به شدت نگرانی در افرادی مثل من که حالا حوزه کار تخصصیشان این حوزه هست شکل گرفته، ولی به هر حال دولت این کار کرده و ما هم دعا میکنیم که انشالله تو این کارش موفق باشه، چون موفقیت دولت یعنی موفقیت کشور و آرامش و تعادلی که در کشور هست. به هر حال این بخش که خیلی هم طول کشید و من پوزش میخوام یه چیزی حدود 1 ساعت و 20 دقیقه هم وقت برد، عرض کردم احتمالاً طولانی میشه، مروری بر نرخ تورم و حوزه زمانبندی نرخ تورم از قبل از انقلاب 6 دوره و بعد از انقلاب 6 دوره بود که من سعی کردم باز کنم. امیدوارم که تمام دوستانی که تو لایف هستن خسته نشده باشن. موضوعات چگونگی و چرایی هنوز بحث نشده، اینا فقط موضوع چیستی مسئله رو ما باز کردیم که امیدوارم که خستتان نکرده باشم. سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اینکه اون پرسش‌های مهمی هست و زمان بره، فکر میکنم طبیعتاً باید موکول کنیم به برنامه بعدی. تمنا دارم اگر که واقعا این نگاه وجود داشته باشد و من این افتخار داشته باشم که دوباره خدمت شما باشم، که برای من جای سپاسگزاری هست. من این توضیح اول برنامه میخواستم بدم، اما گفتم بذارم پایان برنامه که در حقیقت به صورت تجربی هم آزمون شده باشه. من بارها خدمت های دکتر دلنگیزان رسیدم و این رو از بابت تعارف فرض نمی کنم، واقعا جزو اساتید اقتصادی هستن که واقعا علمشون با شیوایی کلامشون درآمیخته است و آدم وقتی پای صحبتشون میشینه واقعا خسته نمیشه و لذت میبره، به اضافه اینکه به حوزه های مختلف و نگرش بین رشته ای هم به موضوع دارن و این خیلی موضوع رو برای مخاطبی که داره سخنرانیشون رو میشنوه جذاب تر میکنه. این رو خواستم اول برنامه بگم، گفتم خب بذاریم به صورت تجربی بقیه دوستان هم حتما این رو ببینن و خودشون قضاوت کنن در مورد برنامه. من چون احساس میکنم مباحث خیلی مباحث مهمیه، البته دوست دارم نظر شما رو هم حتما بدونم آقای دکتر. اگر تصور میکنید که ادامه بدیم بحث رو، یعنی بریم سراغ تبیین موضوع و بررسی این تجربیاتی که فرمودید که میتونیم ادامه بدیم، اگر نه اگر فکر میکنید که زمان زیادی رو میبره و ممکنه مدت زمان زیادی رو ببره و باید برنامه دیگه رو روش بذاریم، میتونیم بریم به سوالاتی رو که دوستان پرداختن طرح کردن به اون بپردازیم و بعد در قسمت دوم برنامه برسیم به تبیین و تحلیل وضعیت تورم در ایران. به نظرم این قسمت دومی که شما مطرح کردین بهتره، چون موضوع پیچیده میشه و از ابعاد متعددی دیده میشه. به نظر من باید برنامه دیگری یا برنامه‌های دیگری بهش اختصاص داده بشه و الان هم به هر حال دوستان ممکنه سوالاتی رو پرسیده باشن که انتظارشون این باشه که به اون پاسخ داده بشه و خیلی هم طولانی شد، 1 ساعت و تقریبا 22 دقیقه. لذا فکر میکنم که الان اگر سوالاتی رو مطرح کرده باشن و اگر سواد ناقص من بتوانه اونا رو پاسخ بده، در خدمت دوستان باشم. خواهش میکنم دکتر. بعد من سعی میکنم من بخش کامنت ها رو باز میکنم که حالا کامنت ها هم دیده بشه و پرسش هایی هم که دوستان طرح کردن یه نگاه میندازم و خدمتتون پرسش ها رو طرح کنم. گفتن که با سلام، تورمی که مصرف کننده احساس میکنه مگه همون تورم نقطه به نقطه نیست؟ چرا؟ دقیقا هم درسته.
دقیقا همونی که شما گفتی درسته. به خاطر همین ما اقتصاددانها همیشه برای این که سیاستمداران رو هشدار بدیم برای این که تصمیمی که میگیرن ممکنه تصمیم خطرناکی باشه، تورم نقطه به نقطه رو ملاک کردن. بله، دوستان فرمودن که نشست رو به شکل عارضه یابانه و حالا ادامه بدید. بله این قصر رو داریم و در برنامه های بعدی در حقیقت بعد از این توصیفی که طبیعتاً آگاهی از اون لازم و ضروری بود، در برنامه های بعدی به این میپردازیم که چرا این وضعیت نرخ تورم رو توی چند دهه ایران باش روبرو بوده و نتونسته به صورت موفق اون رو کنترل بکنه. گفتم که تورم نقطه به نقطه مقیاس درستی برای سنجش و قدرت خرید مردم نیست؟ ببینید نیست. واقعیتش اینی که نیست، به این علت که خب به هر حال قدرت خرید مردم توسط دستمزدی که میگیرن تعیین میشه. به خاطر همین قاعدتا ما وقتی که از قدرت خرید حرف میزنیم منظور ما از دستمزد، و لذا میریم سراغ، ببخشید من یه اشتباه لفظی داشتم، تورم نقطه به نقطه اتفاقا ملاک بسیار خوبی است برای اینکه ما ترمیم دستمزدها رو باهاش درخواست کنیم، اما ملاک خوبی برای محاسبات اقتصاد سنجی نیست. اقتصاد سنجی یعنی معادلاتی که اقتصاددانان از طریق اون میان و ضرایب حساسیت رفتاری رو برآورد میکنن. تورم پیوسته غیر نقطه به نقطه رو در حوزه های اقتصاد سنجی توصیه می کنیم، ولی برای حوزه های سیاست گذاری از تورم نقطه به نقطه استفاده. بله. دکتر سوالی رو طرح کردم، من خودم خوب متوجه نشدم، گفتم شما ملاحظه بفرمایید، احیانا شاید شما بتونید من سوال گفته که بفرمایید. گفتید آوردن پول در کشور اصلاحی انجام نمیشه، پس وارد کردن کشور چین در بخش خصوصی به چه صورت میتواند مفید باشد؟ ببینید آوردن پول بدون آوردن تکنولوژی، آوردن پول بدون آوردن اون ابزارالات و تجهیزات و بدون اون عناصری که بتوانه اون پول رو تبدیل به یک قدرت تولیدی بکنه هیچ ارزشی نداره. وقتی شما پول مستقیم وارد کشور میکنی، فقط بسیاری از رانتخورها رو توی کشور وادار میکنی که بیان رانت بیشتری بخورن و جستجو کنندگان رانت تازه به تحرک میفتن و به انواع اقسام روش ها اون پول رو میخوان نفله بکنن. اما وقتی شما سرمایه‌گذاری خارجی رو وارد میکنی، یه سرمایه گذار خارجی که میاد و با خودش پول میاره، قاعدتا این پول رو تبدیل به کارخانه، زیرساخت، تولید، محصول، ارزش افزوده میکنه. اینجاست که چه کسی و چطور این پول رو وارد میکنه بسیار مهم و حساسه. بدون این که بخوام بگم چین یا امریکا یا فرانسه یا انگلستان یا روسیه یا هیچ کس، اصلا حرف من روی اون کشور نیست. ورود سرمایه گذاری خارجی به صورت پول وارد کشور میشه، اما باهاش تکنولوژی، ابزار، تجهیزات، سرمایه، مهارت وارد میشه که بهش میگیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و به روش‌های مختلفیه. ولی ورود پول مستقیم ناشی از فروش نفت که وارد کشور بشه میتوانه مشکلاتی به وجود بیاره. کماکان در قبل از انقلاب یه تجربه‌ای بود که بعد از انقلاب هم بعضی وقتا اون تجربه تکرار شد. یکی از دوستان در مورد فایده علمی اثر تورم بر صادرات پرسیدن. آقای دکتر این همینی که گذاشتین روی صفحه باید بخونم؟ نه، گفتن که در حقیقت فایده علمی تورم بر صادرات اگه میشه یکم توضیح بدید. اثر تورم بر صادرات مبهمه، متفاوته، ولی به صورت کلی این رو من عرض میکنم. ببینید اثر تورم بر صادرات اگر فقط صرفا برای یک کالای خاص بخوایم در نظر بگیریم، وقتی که ما تورم داریم یعنی به طور متوسط قیمت کالاهای داخلی برای خارجی در حال گران شدن. اگر نرخ ارز هنگام افزایش قیمت‌های داخلی، یعنی هنگامی که تورم در داخل داره تحقق پیدا می‌کنه، نرخ ارز ثابت بماند و قیمت‌های داخلی رشد کند، این یعنی که خارجی‌ها هر بار کالای ما رو گران‌تر خواهند خرید و لذا اثر منفی بر صادرات داره. اما اگر با همان تناسبی که قیمت‌ها رشد می‌کنند ارز هم رشد بکنه، اثرش بر صادرات خنثی‌ست. فرمودند که آیا کاری که دولت انجام داد در زمینه آزادی قیمت ها بود، یا اینکه چند سال قیمت دلار رو دستوری پایین نگه داشته بودن و مجبور بودن که این تغییر قیمت رو اعمال کنن؟
این دومی درسته. ببینید ما یه تجربه در سالهای 1376 تا 84 داشتیم که همه چیز رو هر سال به اندازه نرخ تورم رشد میدادیم، ولی در انتهای دوره هیچ جهشی اتفاق نیفتاد، نه بنزین، نه قیمت نهادهای دامی، نه هیچ انحرافی، تقریبا میشه گفت که همه چیز سر جاش بود. اما از سال 1384 به بعد که همه چیز رو ثابت دوباره نگه داشتیم، قیمت بنزین رو ثابت نگه داشتیم، نان رو ثابت نگه داشتیم و همه چی، بعد مجبور شدیم در سال 1389 یه بار بیایم چه کار کنیم، یارانه های انرژی رو ورداریم و اون زمان قیمت بنزین رو از 100 تومن به 400 تومن و در بازار آزاد مثلا به 1000 تومن برسانیم و بعد اون اتفاقهای بزرگ و بعد یارانه 45 دلاری به هر نفر بپردازیم، چون اون زمان کشور پول داشت. بعد از همون زمان به بعد دیگه هیچ قیمتی دوباره تغییر نکرد، یعنی همون قیمت ها ثابت ماند و بعد دولت های بعدی هم یه جورایی جرأت نکردن دست بهش بزنن تا سال 1398 که دست به قیمت بنزین زدن و اون دردسرها شکل گرفت. وقتی که شما قیمت ها رو ثابت نگه میداری، چه تو دلار چه تو سایر عوامل، و تغییر نمیدی، بعد از مدتی آنقدر فاصله زیاد میشه که هیچ کس نمیتونه اون تحمل کنه، مجبور اون رو تعدیل کنه و بحران به وجود میاد. اما اگه هر سال ما به اندازه نرخ تورم یا یه درصدی تعدیل قیمت‌ها رو متعادل افزایش بدیم، به راحتی می‌شود اقتصاد رو تحملش رو بالا برد و به نوعی فرایندی رو طی کرد که آرامش اقتصادی تقریبا برقرار. دوستان پرسش‌های مختلفی پرسیدن، من فقط این نکته رو عرض کنم که ما برنامه رو در 3 ساعت در نظر گرفته بودیم. یه بخش در حقیقت توصیف وضعیت بود، یه بخش تبیین، و بخش سوم هم طبیعتاً راهکارهایی که آقای دکتر دلنگیزان به عنوان یکی از متخصصین خوب حوزه اقتصاد میتونن پیشنهاد بدن برای بهبود وضعیت. ما در این برنامه اول در حقیقت بیشتر توصیف آقای دکتر دلنگیزان رو از وضعیت و روند نرخ تورم در ایران شنیدیم و طبیعتاً اون پرسش‌هایی که به تبیین و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت نظر داره رو در این برنامه نمیتونیم بهش پاسخ بدیم، بلکه میفته در حقیقت موکول میشه به برنامه‌های بعدی. آقای دکتر، بعضی از سوالات رو اگر احساس کردید که در برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم میتونیم رد بشیم، و فقط من تیزبار به واسطه احترامی که برای دوستان قائلم و پرسش‌هاشون طرح بشه عرض می‌کنم. گفتن که نظرتون در مورد این به اصطلاح جراحی دولت نظرتون چیه؟ از نظر من این همون نکته است که عرض کردم، یه بیماریه که 8 تا 10 تا بیماری داره، همه هم بیماری های وخیمی هستن، و ولی برطرف کردن یک بیماری به نام بیماری مثلا برداشتن نرخ ارز 4200، این جز اولویت های بیماری این فرد نبود. فرض کنید یک غریق رو شما از آب میگیرید، این هم غرق شده، یعنی ششش پر از آبه، هم سرطان داره، هم قلبش مشکل داره، هم یه پاش کوسه خورده. خلاصه این آدم میاری بیرون، همین که توی راه میخوای بیاریش بیرون میگی این سرطان داره، 24 دوزی که باید توی 24 ماه بهش تزریق بشه رو یه جا توی هنوز از آب نکشتی بیرون بهش تزریق کنی، همونجا تو آب میمیره. باید حتما اول تخلیه در حقیقت ریه بشه، بعد این فرد رو برد در یه جای قابل قبولی، بعد پزشک متخصص بیاد رو سرش، بیماری رو دقیق و درست تشخیص بده، دارو رو درست و دقیق تشخیص بده، نحوه تزریق دارو رو هم درست و دقیق، و بعد اون رو هم درست و دقیق انجام بده. این فرایند اگر طی نشه میتوانه مشکلات جدی برای او بیمار به وجود بیاره. اینجاست که من عرضم اینه که به نظرم یک شتاب زدگی در اجرای بعضی سیاست ها ممکن اتفاق افتاده باشه، که خب خوبه که از همین اول واقعا این شتاب زدگی برطرف بشه. من بیشتر از این ورود نمی. بله. پس با توجه به این توضیحی که فرمودید دکتر، تصورم بر اینه که میفرمایید که احتمالاً دولت به واسطه این که به بقیه اصول و حداقل تقدم و تأخر بعضی از اقدامات و راهکارها توجه نکرده، احتمالاً ممکنه که در این سیاستی که داره دنبال میکنه از نظر اقتصادی موفق نباشه. یعنی بار تمام اشتباهاتی که دولت‌ها مرتکب میشن رو مردم متحمل میشن، خود دولت‌ها بار رو متحمل نمیشن. دولت کسی است که پول یک نفر دیگر را برای نفر دیگری خرج میکنه. دولت اصلا معنیش همینه،
یعنی یک نهادیه که پول مردم رو نه برای خود مردم، پول یک گروه رو برای گروه دیگری خرج میکنه. لذا نه در گرفتن پول در قد اون نگاه بسیار اقتصادی رو داره، نه در تشخیص نیاز و نه در مصرف کردنش. البته دولت‌ها در شرایط به خصوص ممکنه با اتفاقات جدی مواجه مثلا باشن، مثلا در امسال مسئله غذا، مسئله گندم، مسئله افزایش قیمت غذا، و بعد اون 300 کیلومتر فاصله از مرزهای ما که همه به نوعی کالاهای یارانه ما رو مصرف می‌کردن واقعا یک مسئله جدی برای دولت بود، این اصلا شکی توش نیست. اما تنها راه حذف کردن اونها ممکن بود که این نباشه، ممکن بود راه‌های دیگری هم برای این کار وجود داشته باشه، و ما حرف ما اینه که همه راه‌ها رو باید بررسی کرد و از بین همه این راه‌ها بهترین راه که کمترین هزینه و بالاترین منفعت رو دارد در حقیقت به کار برد، که هم مردم دچار بحران نشن و هم اون سیاست پاسخگوی اصلی باشه و هم اون بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها شکل نگیره. آقای دکتر گفتن که ملاک ارزش برابری ریال با دلار چیه؟ عرض و تقاضاشو دیگه. خیلی ساده. وقتی شما مقدار دلار موجود در کشورت 100 عدده و میزان پول موجود در کشورت 30,000 عدده، 300,000 عدده، قیمت هر کدامش میشود 30. و وقتی که مقدار دلار موجود در کشور 100 تاست و شما اون 300,000 تا رو کردی 600,000 تا، خب اندازه قیمت دلار میشود 60. کاملا مشخصه. آقای دکتر فرمودن که آیا همچنان به نظر شما قیمت دلار داره سرکوب میشه؟ به نظر میرسه که قیمت دلار دو حالت سرکوبی داره. یه حالت سرکوب توسط سیستم بانک مرکزی که اینجا به نظر میاد که بانک مرکزی خیلی علاقه به سرکوب دلار نداشته در طول این چند سال، یعنی از سال 98 به بعد که دلار رشد کرد و به 20 تومن رسید، به نظر بانک مرکزی علاقه به سرکوب قیمت دلار نداشته. اینجا سرکوب به صورت روانی نهادی داره اتفاق میفته. یه سری دلارهای موجود در خانه ها بوده که در همون قیمت‌های هولوش 20 تومن توسط دولت در سال خریداری شده و صرف همین کالاهای اساسی شده، چون می‌دونیم که در دو سال گذشته دولت پول نفت نداشته که کالاهای اساسی بخره و بخشی از پول مربوط به خرید کالاهای اساسیش رو از کانال خرید دلارهای خانگی انجام داده و کاهش قیمت دلارهای کاهش در حقیقت ارزی دلارهای خانگی در این هولوش هم به همین علت که بخشیش رو دولت خریداری کرده، بخش دیگرش هم در حقیقت یه مقداری وحشت مردم از نظر روانی که یه باره این قیمت حرکت کرده از 3,000 تومان به 30,000 تومان، یعنی چیزی حدود 10 برابر شده. به نظر مردم ممکنه این عدد بزرگ بوده باشه و تا زمانی که از نظر روانی این تعادل رو برقرار نکنن که این عدد بزرگه یا کوچیکه، همچنان قیمت رو در حقیقت ممکنه توی 30 تومان معامله کنن. اما به محض اینکه این هیجان شکل بگیره که دیگه دلار نیست، ارزش کمه، تقاضاش خیلی زیاده، ممکنه این نگاه در بین مردم که بهش میگیم انتظارات تورمی یا انتظارات قیمتی ارز تغییر بکنه، این میتوانه حرکت کنه. نکته اصلی ترین عاملی که انتظارات مردم رو در این حوزه به هم میریزه سخنرانی های در حقیقت ناسنجیده مقامات مسئول. اصلی ترین عاملی که باعث می شود مردم تصمیماتشان را عوض کنند و تغییر رویه رفتاری بدن، سخنرانی های ناسنجیده مقامات رسمیه. این باید حتما حواسمان باشه. سپاسگزارم آقای دکتر. بعضی از پرسش هایی که مطرح شده بود به موضوعات بخش دوم و سوم برنامه مربوط می شد. این بود که من اون پرسش ها را نخوندم و از این بابت از دوستان عذرخواهی می کنم، اما طبیعتاً به اون پرسش ها در بخش های بعدی این برنامه که در روزها و حالا هفته آینده با توجه به هماهنگی که با آقای دکتر دلنگیزان انجام میشه و زمانی که ایشون در اختیار ما قرار بدن، اون برنامه ها برگزار میشه و با اون پرسش ها هم میپردازیم. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. اگر نکته ای به نظرتون مونده در ارتباط با این بخش از برنامه، ما در خدمتون هستیم. خیلی متشکرم. پوزش میخوام از این که زیاده صحبت کردم، پوزش میخوام از این که ممکنه سواد ناقص و نارسای من موضوع رو به صورت منطقی و خوب مطرح نکرده باشه و همچنان ابهامهای جدی دوستان داشته باشن، و امیدوارم اینقدر که لیاقت داشته باشم در برنامه های بعدی در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. من که به شخص خیلی خیلی استفاده کردم، کامنت های دوستانم مشخصه که برنامه به واسطه حضور آقای دکتر برنامه پرباری بوده. از اون بابت که بعضی از دوستان پرسیدن، فایل صوتی برنامه رو سعی میکنیم بلافاصله فردا در کانال تلگرام و سایت ایران پایدار منتشر بکنیم. نسخه صوتی برنامه هم که در همین صفحه اینستاگرام ایران پایدار ذخیره میشه و قابل دسترسیه، و البته نسخه صوتی رو هم استخراج میکنیم و در کانال آپارات یوتیوب ایران پایدار هم منتشر میکنیم. این از اون بابت بود که دوستانی درخواست کردن که برنامه سیو بشه. لازم دونستم که این رو خدمتتون توضیح، در حقیقت خدمت دوستان توضیح بدم. آقای دکتر، خیلی خیلی از صحبتاتون استفاده کردیم، لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به امید دیدار در برنامه‌های بعدی. سپاسگزارم برای شما و همه عزیزانی که در لایو بودن. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. سپاسگزارم، تشکر میکنم و شب خیلی خوبی رو برای همه دوستان آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.